الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه و من ولا و سلم تسلیما کثیرا. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده دفاع از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. مطالب این موضوع این برنامه از قسمت های گذشته آغاز شد و اون هم بحث امام زمان و شخصی به نام محمد ابن حسن عسکری. ادعا میشه چون این فرزندی متولد شد و در آخر زمان مطالب و ایده ها و باورهای ارائه خواهد داد و جهان را پر از عدل و قسط خواهد کرد، اما هیچ آثاری از این شخص در دست نیست. هیچ کتابچه یا کتابی یا دستنویسی چیزی از این شخص وجود نداره تا این که ما بدانیم دقیقاً این شخصیت چه اقداماتی میخواهد انجام بده. در روایات در مورد ایشون توضیح داده شده است که این شخص میآید و از 1000 نفر انسان 999 نفر را میکشه. آقایون گفتن این روایت ها صحیح نیست. میآید و ناودان ها را خراب میکنه، بالکن ها را خراب میکنه، مکه را خراب میکنه، شهر مسجد الحرام را خراب میکنه و از نو میسازد. شهر مدینه، مسجد مدینه را خراب میکنه و از نو مسجد جدیدی میسازد. ابوبکر و عمر را از قبرهای خودشون بیرون میاره، زن رسول خدا هم از قبر خودش بیرون میاره و به هر صورت این اقداماتی است که در روایات در مورد این شخصیت توضیح داده شده. به هر صورت از اون جایی که مبحث برنامه علمی است، من قبل از اینکه وارد موضوع بشیم و قبل از اینکه موضوع را آغاز کنیم، از ابتدای برنامه عذر میخوام اگر در برنامه به علت نقد علمی و به علت بررسی و بحث و گفتگوی مسائل علمی سبب میشه گاهن مطالبی ارائه بشه که بعضی از عزیزان آزرده خاطر بشن. هدف نقد علمی است و ما به هیچ عنوان در این برنامه اجازه نخواهیم داد که اهانتی به کسی، به شخصیتی صورت بگیر و که شخصیتی رو اهانت بزنن. از اون جایی که خود امام زمان در دست نیست، چاری نیست مگر این که سراغ نواب امام زمان و نمایندگان امام زمان برویم به ادعای خودشون. طبعا آیت الله خمینی یکی از نمایندگان امام زمان خود را معرفی کردن، ایشون ولی امر مسلمین جهان خود را معرفی فرمودن و به هر صورت اقداماتی انجام دادن. کتابها و دستنویسهای ایشون در جامعه ما باقی مونده. به همین خاطر ما میریم تا اینکه این اشخاص رو بشناسیم و من بار دیگر تأکید میکنم این برنامه و تمامی برنامه های شبکه موضوع نقد علمی است. آیت الله سید روح الله موسوی خمینی بر صورت ایشون شخصیت سیاسی ایشون برای خودشون هست و برای بر صورت اقداماتی برای ایران انجام دادن، حالا در تاریخ هم ثبت میشه. اما موضوعی که ما در این برنامه ها مطرح میکنیم شخصیت‌های علمی این افراد هست. خب خیلی از رجال سیاست هستند که شخصیت علمی ندارن، ما هم به اونها کاری نداریم، اما از اونجایی که آیت الله خمینی خود را به عنوان ولی امر مسلمین جهان و یک عالم و دانشمند و علامه و الی آخره مطرح شد، آثار ایشون هم باقی مونده. ما این آثار رو بررسی خواهیم کرد و طبعا اعتقاد داریم جامعه فرهنگی ایدئال و یک جامعه فرهنگی عالی زمانی خواهد بود که نقد پذیر باشه و بتونه تحمل شنیدن نقدها داشته باشه و برای این نقدها پاسخ داده باشه. و این بحث و قضیه است که خود قرآن بر اساس اون تأکید کرده و آیات متعددی در قرآن ما میخوانیم که خدا میفرماد قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء، یا در جای دیگر ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، یا در جای دیگر ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. بحث گفتگو و مناقشه یا یکی از اسالیب قرآنی میدانی و بر همین اساس سعی بر این میشه که در این برنامه ها
مطالب علمی و نقد علمی ارائه بشه و خدایی ناکرده تحقیر و تنقیصی در حق شخصیتی صورت نگیره، زیرا هدف ما کوبیدن شخص نیست، نقد و بررسی علمی است و انشاءالله که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. کارشناس برنامه استاد عبدالله حیدری، مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو، تماس ما ایشون برقرار شده. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عبدالله حیدری بفرمایید مقدمه برنامه تا اینکه سوال رو مطرح کنم. بفرمایید استاد. الحمد لله و کفا و سلام على عباده الذين اصطفى. با عرض سلام خدمت شما جناب استاد هاشمی و بینندگان گرامی، امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت فرماید تا آنچه مورد رضایت و خوشنودی او تعالی هست در زبان آوریم و در زندگی خودمون تطبیق کنیم و به ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم جامعه توحیدی خودمون را از گرد و غبارهایی که متاسفانه طی عصور و قرون و زمانها بر روی اعتقادات مردم و افکار مردم نشسته است را بزداییم و طبیعتاً ملت ما به لطف و توفیق خداوند این قدرت و توانایی را دارد، به عنوان یک ملت با فرهنگ و متمدن الحمدلله توان گفتن و نوشتن و نقد کردن را دارد و این از امتیازاتی است که الحمدلله ملت عزیز ما دارست. در خدمت شما است. ممنونم استاد عبدالله حیدری. بحث ما نقد و بررسی آثار آیت الله خمینی به عنوان نماینده امام زمان و یا نائب امام زمان که مطرح شد و ایشون در زمان خودشون به عنوان ولی امر مسلمین جهان مطرح شد، همونطور که بعد از ایشون آیت الله خمینی این مقام رسیدن، یعنی ولایت امور تمامی ما مسلمانان رو به ایشون سپردن. حالا به هر صورت این ادعا ارائه شده، من کار به این ندارم که حالا واقعا تمامی مسلمانان به این قضیه اعتراف کردن یا قبول کردن و نکردن، مبحثی کاری ربطی به موضوع نداره، اما از اونجایی که آیت الله خمینی به عنوان ولی امر مسلمین ما مسلمانان مطرح شد و آثار علمی ایشون در بر صورت منتشر شده در سایت ها، در کتاب فروشی ها، در همه میبینیم با زبان های مختلف ترجمه شده و به هر صورت این کتاب هایی که نوشته شده هم برای این نوشته نشده که فقط بهش متبرک بشه و کتاب مقدس فقط بهش تبرک بشه، به هر صورت برای استفاده هست و ما آثار آیت الله خمینی، اگر اجازه بدین کلیپی هست که یکی از مؤممین این آثار ایشون رو معرفی میکنه و این البته خدا سبب خدا جزای خیر به ایشون بده، سبب خیری در این باری میشن و گاهن چه بسا افرادی و شخص بنده به خصوص مثلا از کتابهایی اطلاع نداشته باشم یا مسائلی اطلاع نداشته باشم و بعضی از این مؤممین سبب خیری در معرفی این آثار و کتابها میشن. اگر امکانش هست اجازه میدین من برخی از کتابها را به زبان یکی از مؤممین از آثار آیت الله خمینی معرفی کنیم و بریم سراغ این کتاب. بله بفرمایید. بله خب این چون کلیپ به نحوی طولانی است، من سعی میکنم از جایی که این آیت الله و مؤمم اشاره میفرمایند این رو پخش کنم. اگر اتاق فرمان تصویر لپتاپ رو ما بدین ممنون میشم. بله من توصیه میکنم به بینندگان عزیز، اونهایی که موافق انقلابن مخالف انقلابن بی تفاوتن، من توصیه میکنم دو تا اثر از آثار این مرد بزرگ را بخونن. یکی کتاب مصباح الهدایت و الولایه که من قسم به لفظ جلاله میخورم در این 40 و چند سال عمر حوزویم کتابی این چنین عمیق در رابطه با جایگاه و مقام امام و امامت من ندیدم. البته ایشون میگه من راضی نیستم کسانی که فلسفه و عرفان نخواندن این کتاب مرا نخوانند. بله واقعا بنده اگر بخوام این کتاب رو شرح کنم، کتاب شاید مجموعاً 120 صفحه بیشتر نیست. بله. یک مجموعه 10-12 جلدی، هر جلد 600-700 صفحه. بله. در بیاد کتاب و همچنین کتاب سر و سلات و اسرار و سلات ایشون بنده خودم. حالا آقایان بعضیا بپسندن نپسندن، عادتم این هست که این دم دستم از بغل سجادم از هر وقت یک چند صدری از این کتاب سر و سلات امام راحل رو میخوانم، اصلا یک مدتی نمازم یک حال دیگری، شور دیگری پیدا میکنه و به حق این مسئله را من دریافتم وقتی
متشکرم اتاق خانم کافی است. استاد هیدری در این آیت الله کتابی را معرفی کردند به نام کتاب مصباح الهدایه از آثار آیت الله خمینی، سید روح الله موسوی خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران. و در ادامه فرمایشاتشون فرمودند که هر کسی این کتاب را نخوانند، اونهایی که فلسفه خوانده اند و منطق خوانده اند این کتاب را بخوانند، چون بر صورت کسی که فلسفه و منطق نخوانده چه بسا دچار مشکلات و ابهاماتی در این کتاب بشه. دوست داریم در مورد این کتاب بیشتر بشناسیم و این کتاب از زبان شما بشنویم و نقد علمی این کتاب، آیا این کتاب واقعا میتونه و یا نوشته یک کسی است که ولی امر مسلمین جهان بود و یا ادعا داشت؟ خب همینطوری که ایشون توصیه کردن، ما هم بنده شخصا هم حقیقتش این کتاب رو قبلا ندیده بودم. بنابر توصیه ایشون که لطف کردن و توصیه کردن که همه کس باید این کتاب رو بخواند، ما هم بنابر توصیه ایشون رفتیم سراغ این کتاب و این کتاب رو تهیه کردیم و الحمدلله من دو بار این کتاب رو طی این هفته خوندم. ماشاءالله. متاسفم که من نسخه فارسی این کتاب نتونستم تهیه بکنم، فقط ترجمه عربی اون رو خوندم و الان هم ترجمه عربی شده اختیار دارم. دو تا ترجمه عربی فکر میکنم این کتاب تا جایی که من سراغ دارم داره. یکی ترجمه آقای فهری، احمد فهری، که رسمی ترجمه شده با نسخه پی دی افش در سایت ها وجود داره، و یکی هم نسخه ای هست که مترجم، اسم مترجم نوشته نشده، ولی فکر میکنم مترجم باید شخصی غیر از آقای فهری باشه. به هر حال آغاز این کتاب این گونه می شود: الحمدلله المستکن. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم می فرماید که الحمدلله المستکن فی حجاب العلماء و المستتر فی غیب الصفات و الاسماء. بعد این خطبه همینجوری تقریبا 7-8 سطری طول می کشه. بعد میگه و بعد یقول المفتخر بالانتساب الى المبعوث الى الثقلین و المتمسک بعروه وثق الثقلین السيد روح الله ابن العالم المقتول السيد مصطفى الموسوي الخميني القاتل بقم الشريف أحسن الله حالهما وأصلح مآلهما إني أحببت أن أكشف لك في هذه الرسالة بعون الله ولي الهداية في البداية والنهاية. خب بالاخر این کتاب تقسیم بندی میشه، بعد اینجا پایین ترش میگه که و بالحری ان نسمیها مصباح الهداية الى الخلافة والولاية. جالب. بعد و ارجو من الله تعالی التوفیق. بعد شروع میشه المشکات الاولا، مشکات الاولا شروع میشه، بعد در ذیل مشکات الاولا مصباح شروع میشه، مصباح شماره یک، مصباح شماره دو، مصباح شماره سه، همینطوری میره چند تا مصباح. بعدش مشکات شماره دو شروع میشه، بعد مشکات شماره سه شروع میشه و در زیر هر کدوم انواری هست، بر مطالعی هست طبق اصطلاحاتی که خود نویسنده وضع کرده. خلاصه این کتاب این است که این کتاب تقریبا شبیه فصوص الحکم ابن عربی هست و بسیار شباهت زیادی، چون ایشون جناب آقای خمینی فکر میکنم شرحی و توضیحاتی هم بر فصوص الحکم نوشته و اصطلاحاتی که به کار برده و حال و هوایی که در این کتاب به نظر میرسه که ایشون داره، حتی گاهی بقیه رو لعن میکنه، فلانی نمیدونم بدون اینکه اسم ببره یا اصطلاح نفس را یا حالا کنایاتی که داره، ای مظلوم نمیدونم، ای ملعون و ای فلان. و خلاصه آنچه که برای من جالب توجه بود در این کتاب، من سعی کردم البته چنان که ایشون جناب کسی که این کتاب رو معرفی کردن لطف کردن، من سعی کردم خودم خیلی درگیر این مسائل بسیار پیچیده ای نکنم که تخصص ندارم درش. این شطحات ابن عربی و شطحاتی که شباهت به ابن عربی داره و خرافاتی که مرتبط با فکر به اصطلاح بسیار انحرافی ابن عربی هست و امثال او، سعی کردم خودم را زیاد درگیر این چیزا نکنم و زیاد جاهایی هم که مرتبط با فلسفه و منطق و نمیدونم
این گونه مسائل هست، به خاطر اینکه هم بنده و هم بسیاری از بینندگان عزیز در این باره تخصص نداریم، عرض کردم، سعی کردم که فقط به مسائلی بپردازم، مسائلی از این کتاب استنباط کنم و استدلال کنم که برای من ساده هست و برای بینندگان عزیزم فهمش ساده است. مثلا به روایاتی که ایشون استدلال کرده در کتاب، به مسائل علمی که استدلال کرده، مسائلی که آورده، و تقریبا فهمش نسبتا ساده است. مثلا درباره بدا ایشون آورده، مطلبی درباره بدا میگه که وقال ابو جعفر علیه السلام والله محمد ممن ارتضى الا من ارتضى من رسول، در آیه معروفی که استدلال میکنه درباره علم غیب ایشون آورده و از قول ابو جعفر امام محمد باقر گفته که والله محمد ممن ارتضى، محمد صلی الله علیه وسلم از جمله اون کسانی است که خداوند به او به ایشان علم غیب داده. بل بدا، از اینجا درباره بدا میگه، صفحه 12 نمیدونم آقای هاشمی شما دارید نسخه؟ بله، من یک لحظه این رو هم به بینندگان ارائه بدم. فی باب البدا، بله روایت آورده. خب بل بدا به حسب النشأة العینية و این کانت فی الملکوت کما هو المحقق لدى الحکماء المحققین الا ان منشأه هي الحضرة العلمية. بعدش میگه که من ان البدا فما وقع من بعض المحققين من شراح الكافي من ان البدا ليس منشأه من عنده بل ولا من عند الخلق الاول، بل انما ينشأ في الخلق الثاني بزعم لزوم الجهل على العالم على الاطلاق. بله، بینندگان دارن و ما هم استاد هدری مطلبی که شما فرمودین رو دارن با هم دیگه میبینیم. قال ابو جعفر علیه السلام والله محمد ممن ارتضى والبداء بحسب النشأة العينية وإن كانت في الملكوت. بفرمان. بله، برای من فقط اینا را اشاره میکنم، جایی که من بخوام روش تمرکز بکنم عرض خواهم کرد. این موارد رو من فقط اشاره میکنم. پایین تر مصباح 37 میگه وقد ورد عن اهل البيت خلاف ما توهموا ونقضت احاديث المعصومين عليهم السلام ما غزلوا ونقضت احاديث المعصومين عليهم السلام ما غزلوا كما في كتاب التوحيد لشيخنا صدوق الطائفة. بعد میاد اینجا روایتی میاره و مطالبی. ما کم کم میریم آقای هاشمی، به خاطر اینکه من مسائلی که دوست دارم بیشتر بهش بپردازیم، میریم پایین تر مصباح 48. بله، البته استاد هیدری فکر کنم این کتاب با این وضعیت ما حداقل یک ماه دو ماه نیاز داره که کل مطالب این رو بررسی کنیم و وقت بیشتری. البته باعث تشکر رو متوجه این آیت الله کرد که زحمت کشیدن و این کتاب رو به ما معرفی کردن استاد. خب کتابی که 10,000 صفحه شرح نیاز داشته باشه آیا شمی طبیعتاً یک ماه هم اگر بخوام روش بشینیم بحث بکنیم خیلی تعجب آور نخواهد بود. ایشون فرمودن که اگر بخوان این کتاب را شرح بکنن 10-12 جلد، از هر جلد 600-700 صفحه باید بنویسن برای این کتاب. طبیعتاً ایشون این کار رو میتونن بکنن و خواهند کرد، و ولی ما فکر نمی کنم بینندگان و عزیز اجازه بدن که ما وقت زیادی از قرآن و از سنت و از مسائل علمی بگیریم و به این چیزایی بدیم که فکر نکنم سود زیادی داشته باشه. ما فقط یک کمی میخواییم بینندگان عزیز در جریان قرار بگیرن که آنچه در این کتاب ذکر میشه و نیاز دیده میشه که برای شرح بنویسن چیست. در صفحه 15 مصباح 48 میگه ان النبوة الحقيقية المطلقة هي اظهار ما في غيب الغيوب في الحضرة الوحدانية الواحدية حسب استعدادات المظاهر بحسب التعليم الحقيقي والإنباء الذاتي. فالنبوة مقام ظهور الخلافة والولاية وهي مقام بطونها. در حال کلمات بسیار نیاز به شرح و توضیح داره، همینطوری که ایشون فرمودن کلمات را بنده و بینندگان عزیز به طور قطع نمیفهمیم ایشون چی میگه، چون برای فهم این مسائل باید انسان بسیار دقت و تأمل داشته باشه. و بعد از خوندن این کتاب آقای هاشمی، حالا من کم کم دارم میفهمم علت این که ایشون اظهار پشیمانی میکنه، جناب آیت الله خمینی اظهار پشیمانی میکنه که چرا عمر خودش را صرف کرده و ضایع کرده در غیر از قرآن. علت این پشیمانی چه بوده؟ من حقیقتا تا وقتی که این کتاب را ندیده بودم، علت این که جناب آیت الله خمینی از
عمر گذشته خودش اظهار پشیمانی، چرا اظهار پشیمانی میکردن، اصلا برام قابل فهم نبود. کتابی هست آقای هاشمی چاپ شده به نام القرآن و فی کلام الامام الخمینی. من البته نوشت ترجمه فارسی این متن رو که میخوام عرض کنم پیدا کردم، اما در کتابی پیدا نکردم، تو سایت های مختلف پیدا کردم. سلسله الفکر چیه امام خمینی، اسم کتاب است القرآن فی کلام الامام الخمینی، در صفحه 84 اینجا متنی هست، میگه که جناب آیت الله خمینی پیام میده به حوزه ها، خطاب به حوزه ها، میگه که ایتها الحوزات العلمیت و جامعات اهل تحقیق، ای حوزه های علمیه و ای دانشگاه های که تحقیق میکنن یا دانشگاهیانی که تحقیق میکنن، قومو و انقذوا القرآن الكریم من شر الجاهلین المتمسکین و العلماء المتحتکین، از شر صوفیان، صوفیان خرافی و علمایی که علم شریعت را به درستی نیاموختن. متحتک یعنی یک کلمه بسیار زننده ای هست که برای کسانی به کار برده میشه که معمولا ایشون در کشف الاسرار و در جاهای دیگر اونها رو علمای سلطه و علمای دنیایی میگه. الذين هاجموا و يهاجمون القرآن حمدا و عن علم. از اینجا ببینید میگه که فإنني، کاش من میشد که این چیزو خدمت شما قبلا آقای هاشمی یا اگر شما لطف کنید. بله اگر اجازه بدید من این کتاب اگه شما لی صفحه خب به ما بدین من این رو یا مطلب عربی مطلبش بخونید. جمله رو من میگم اگر بفرمایید شاید تو چیز پیدا بشه اینترنت. فإنني اقول بشكل جدي. بله فإنني أقول بشكل جدي وليس نظر فرانتز نوشي التعارف العادي بالي. أني أتأسف لعمري الذي ذهب هباء في طريق الضلال والجهالة. من وردش را پیدا کردم استاد، میگی که فإنني أقول بشكل جدي وليس للتعارف للتعارف العادي. استاد ببخشید للتعارف العادي این واژه فارسی است که حالا خواسته تعارف، اون تعارف عربی با تعارف فارسی متفاوت است استاد. بله خب این مترجم فکر میکنم این حالا نمیدونم این یا کسی که نقل کرده یا ترجمه کرده این گذاشته به این صورت. خلاصه میگه که من فإنني أقول بشكل جدي، من خیلی جدی دارم عرض میکنم، ولی سر تعارف العادی من جز یعنی تعارف نمیکنم که من بگم نمیدونم تواضع کنم از روی تواضع و تعارف این حرف رو عرض کنم. انی اتعصف، من دارم تأسف میخورم، لعمری به خاطر عمری که الذی ذهب هباء که برباد رفته است، فی طریق الضلال و الجهاله که در راه گمراهی و جهالت عمر من برباد رفته است. یا الله و استاد دربی ببخشید استاد، یعنی آیت الله خمینی یک مرحله از عمر خودش در زلالت و نادانی یا این منباب تعارف، البته گفته من تعارف نمیگم، این دارم حقیقی میگم. خب اینو گفته خیلی جدی هم عرض میکنم، تعارف هم ندارم. خب چیگون اسف میخورم که بخشی از عمر خودم را، بخشی از عمر خودم را، البته نگفته بخشی، گفته لعمری، عمری که من تاسف میخورم برای اون عمری که برباد رفته است در راه گمراهی و جهالت. و شما ای فرزندان اسلام، ای قهرمانان شجاعان، ای قذو الحوزات و الجامعات، حوزه ها و دانشگاه ها را بیدار کنید، للالتفات الى شؤون القرآن، که به قرآن توجه کنند و ابعاده المختلفه جدا، به قرآن و مباحث مرتبط با قرآن مختلف و مرتبط با قرآن است توجه کنند، و اجعلوا تدریس القرآن فی کل فروعه، و تدریس قرآن را در هر فرعی از فروع دانشگاه ها قرار بدهید، مد نظرکم و هدفکم الاعلا، این را جزء اهداف اصلی خودتون قرار بدهید، لئلا لا قدر الله ان تندموا فی آخر عمرکم عندما یهاجمکم ضعف شیخوخت علی اعمالکم و تتأسفوا علی ایام الشباب کالکاتب نفسه. یا الله. خب پس استاد ایدری با این وضعیت آیت الله خمینی یکی از تیرسم شکنان ماست، ما نمیشناسیمش. بله آقای خمینی، من اینو میخواستم عرض کنم که به راستی جناب آیت الله خمینی را بنده
برخلاف بسیاری از آیات الله ها متاسفانه که عناد دارن و لجاجت میکنن، جناب آیت الله خمینی را من یک شخصیت استثنایی و شجاع میدانم. چرا که این کاری که ایشون کرده، این شجاعتی که ایشون به خرج داده و با شجاعت اعتراف کرده که من بخشی از عمر من عمر خودم را در گمراهی و ضلالت و گمراهی و جهالت گذرانده ام و مبادا شما وقتی پیری و ناتوانی مانند به این نویسنده، یعنی مانند من جناب آیت الله خمینی، بر این عمر خودتون تأسف بخورید، پشیمان شوید. ان تندموا فی آخر عمرکم، این که پشیمان شوید در آخر عمرتون، هنگامی که ضعف و ناتوانی بر اعمال شما حمله ور شود و تتأسفوا علی ایام الشباب و بر جوانی خودتون حسرت بخورید و تأسف بخورید مانند این نویسنده. این شجاعتی که جناب آیت الله خمینی به خرج داده، من به راستی که ایشون رو یک شخصیت استثنایی میدونم در این مسئله. ایشون واقعا از بسیاری کسانی که متاسفانه به نام دین نان میخورن و حقیقتا آقای هاشمی، چون بحث ما ببینید الان ما درباره امتیازات شخصیت ایشون نمیخوایم صحبت کنیم، برجستگی هایی که در شخصیت ایشون وجود داره، شجاعت ایشون در زمان شاه در سال 42 وقتی که ایشون اون قهرمانی معروف 15 خرداد 42 برای همه ملت ما واضح هست. ایشون بدون شک یک طلسم شکن در باب خودش هست و کاری که ایشون کرده آقای هاشمی، یک حادثه یا یک دیوار ترسی که در حوزه ها وجود داشت، در بین به اصطلاح علمای حوزه های شیعه وجود داشت، بله. امام خمینی کاری کرد اون دیوار ترس را شکست و فرو ریخت. اون نهیبی که زد، کتاب حکومت اسلامی رو وقتی شما میخونید یا به خصوص بحث های همون حوزه نجف رو که در به شکل حکومت اسلامی یا ولایت فقیه چاپ شد، به صرف نظر از این اختلاف نظر علمی و فقهی که ما با ایشون داریم، به راستی اون شجاعتی که ایشون از خودش نشون داد و اون نهیبی که به عنوان یک مرد قهرمان و شجاع و حوزوی نزد، اون قابل تقدیر است. من حقیقتا به ایشون تبریک عرض میکنم و به خانواده مظلوم ایشون که متاسفانه امروز با مظلومیت تمام دیدیم که حتی در آخرین مناسبتی که سالگرد وفات ایشون بود، جناب حجت الاسلام حسن خمینی باز هم طبق معمول سخنرانی ایشون دچار اغتشاش شد و متاسفانه اغتشاشگران نگذاشتن که ایشون سخنرانی خودشون رو به درستی انجام بدن. گرچه امسال سخنرانیشون تمام شد برخلاف پارسال که ناتمام ماند، اما خانواده ایشون متاسفانه امروز، فرزندان ایشون و خانواده ایشون واقعا امروز مظلومن در جامعه ما، با این همه زحمت کشیدن، این همه برای این ملت زحمت کشیدن، برای این کشور زحمت کشیدن، متاسفانه امروز مظلومن. به هر حال اینو می‌خواستم عرض کنم که ما وقتی صحبت از یک شخصیت میکنیم، صحبت از شخصیت ایشون که میکنیم، چون ما بنای ما بر این نیست که بخوایم فضائل بیان بکنیم و ایشون رو فضائل ایشون اگر بخوایم بیان کنیم، همینطوری که اشاره کردم، ایشون برخلاف بسیاری از روحانیت شیعه، حالا داخل خدا خبر دارد، ولی ایشون یک شخصیت نسبتاً زاهد بود، برای خودش چیزی جمع نکرد، درآمد و سرمایه خاصی برای خودش جمع نکرد، درآمدهای میلیاردی که امروز متاسفانه برای بعضی دیگر مشخص هست که دارن، ایشون این کار رو نکرد. ایشون منصب حتی درباره جانشینی آقای هاشمی، درباره جانشینی فرزندان ایشون بسیار شدید بود و هرگز اجازه نمیداد که فرزندان ایشون مسئولیت داشته باشند، یعنی از این که کسی ایشون را متهم نکنه که ایشون اقرب و پروری میکنه و فرزندان خودش را میخواد به منصب بنشونه. پس یعنی ایشون را اگر ما بخوایم شخصیت ایشون رو از این جهات ما بریم بررسی بکنیم، به هر حال ایشون یک شخصیت استثنایی است، واقعا یک قهرمان و یک رهبر به تمام معنا در بعد سیاسی. ایشون کارهایی کرده، البته من اختلاف نظرهایی با ایشون به طور طبیعی وجود دارد، ملت ما دارد، یک سری کارهایی که اینجون انجام داد، وعده هایی که انجام داد و عملی نشد متاسفانه، یک سری قتل و کشتارهایی که شد و نباید میشد، که بسیاری از کارشناسانی که از نزدیک با ایشون و با روحیات ایشون آشنا هستند، اونا را به حساب ایشون نمیذارن، میگن که ایشون در یک فشار خاصی قرار داشت و افراد یک سری حقایق، یک سری چیزا رو به ایشون تحمیل میکردن. ایشون واقعا خودش یک سری کارهایی و یک سری نظریاتی داشت که متاسفانه عملی نشد. به هر حال من به اون چیزا فعلا کاری ندارم،
من به عنوان یک ناقد اگر بخوام شخصیت ایشون رو بررسی بکنم، من به اون بخش از مسائلی که ایشون الان در کتاب‌هایشون و در آثار ایشون هست، اونو برای من قابل بحث است و به عنوان یک ناقد من این مسائل رو بحث می‌کنم. و این متن آقای هاشمی، حقیقتش من از روزی که این متن رو دیدم شجاعت ایشون برای من بیشتر مسلم شد. شما ببینید امروز کدوم عالم حوزه، کدوم حجت الاسلام، کدوم آیت الله حاضر است چنین شجاعتی از خودش به خرج بده، بگه من جدی و بدون تعارف عرض میکنم که عمر من در گمراهی و در جهالت به سر رفته. چه کسی میتواند چنین شجاعتی از خودش به خرج بدهد و چه کسی میتواند با این صراحت و با این صراحت لحجه بیان کند که ای جوانان، ای دانشگاهیان، ای اهل تحقیق، مبادا مانند بنده در آخر عمرتون پشیمان شوید و افسوس روزهای جوانی را بخورید. چه کسی میتواند چنین کاری بکند؟ هیچ کس. بدون شک ایشون یک شخصیتی است که این جرأت و شهامت رو از خودش به خرج داده. حالا برمیگردیم به کتاب مصباح الهدایه. شاید استاد ایدری ببخشید یک مطلب برای اینکه مطلب بارستر بشه، اونم این که طبعا با این وضعیت مشخص میشه که این کتاب القرآن فی کلام الامام الخمینی این تقریبا در لحظات آخر حیاتش بوده، چون نوشته که من بر اون اعمال گذشته خودم پشیمونم و واقعا اتأسف لعمری الذی ذهب هباء فی طریق الضلال والجهاله. و مشخص میشه که مصباح الهدایه یکی از کتابهایی بوده که ازش داره تأسف میخوره که چرا نوشته پس با این وضعیت. در حال که مصباح الهدایه دقیقاً کتابی است که در سال 1349 هجری آقای هاشمی نوشته شده. 1349 هجری یعنی 1300 ما الان 1433 هستیم. بله. یعنی 80 و یعنی تقریباً نزدیک به بیش از 80 سال پیش. پس این کتاب، کتاب مصباح الهدایه، یکی از آثاری است که در سنین جوانی نوشته شده، گرچه بعضیا به خاطر اینکه بیان تعویل بکنن مثلا نکات ضعفی که در کشف الاسرار به وجود آمد، بعضی آمدن گفتن آقا این کتاب در سن جوانی نوشته شده، آیت الله نمیدونم اون زمان. ولی خب مشخص شد که متاسفانه ایشون به هر حال یک سری نکات ضعف هست، چیزایی که ما در وصیت‌نامه بهش اشاره کردیم، اونها جزو بالاخره مطالبی است که ایشون در آخر عمر داشته. ولی همین که این شجاعت را در این متن ما دیدیم که در این شجاعت رو از خودش به خرج میده جناب آیت الله خمینی و درباره قرآن تأسف میخوره که چرا عمر خودش را در ضلالت و جهالت به سر برده و با صراحت مردم را توصیه میکند، نخبگان را، علما را، فرهنگیان را توصیه میکند که به قرآن برگردند و خدمت قرآن را بکنند و در تمام ابعاد قرآن را جزء دستور کارشون قرار بدن، جزء اولویت هایشون قرار بدن و مانند ایشون نشه که فردا در آخر عمر پشیمون بشن. این خودش دلیل است آقای هاشمی که در کل ایشون از زندگی خودش راضی نیست، از بخشهایی از مهمی از عمر خودش راضی نیست، اون بخشهایی که با علم به اصطلاح فلسفه و شطحات صوفیه و خرافاتی که متاسفانه در این کتاب وجود داره ایشون سرک کرده، از اون عمر به طور کلی راضی نیست. بله. خب در کتاب مصباح الهدایه یک عبور دیگری، من اشاره دیگری میخواستم بکنم، در صفحه 16 ملاحظه بفرمایید که میگی که فأخرج نفسك أيها الكاتب الغير المجاهد والمترود الملعون المعاند أن هذا السجن المظلم وابعثها أن ذلك القبر الموحش يقول اللهم. خب ایشون در این متن در واقع در یک جبه خاصی به قول صوفیا در یک حالت وجدی قرار میگیره و طوری که دیگران را در تاریکی میبیند و ملعون میبیند، در زندان میبیند، خودش را آزاد میبیند و مسئله وحدت الوجود در این کتاب بسیار بارز هست، مسئله متاسفانه عقل کل که فلاسفه که عقیده فلاسفه است، مسئله عقل کل و آفرینش عقل کل و بعدن عقل کل بقیه رو می آفریند متاسفانه در این کتاب وجود دارد. و در اینجا مثلا در پایین‌تر همین لئلا یکون حظه حظنا من نبوته صلی الله علیه و سلم فقط حفظ دمائنا و اموالنا به اجراء الکلمه علی اللسان ولا من احکامه الجزاء الاجزاء الفقهی و الوفاق السوری ولا من کتابه جودت القراءته و تعلم تجویده. یعنی اینطوری نباشه که میگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم حظ ما بهره برداری ما فقط همین قد باشه.
فنكون ممن قال تعالى فيهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وقال تعالى في قلوبهم مرض جزء كسان نباشم في این آیات درباره اونها صدق میکند و این منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. اینجا این آیه رو هم در اصل نسخه فارسیشون اشتباه نوشته بود، بعد در مترجم عربی آقای فهری همون آیه اشتباه رو درج کرده در نسخه پی دی اف، میگه که من به خاطر اینکه نخواستم به امانت خیانت بکنم این آیه در اینجا اشتباه نوشته شده و اصل آیه رو بهش اشاره میکنه مترجم. اما در این نسخه که ما داریم آیه رو همینطوری سالم آوردن طوری که هست در نسخه پی دی اف، آیه قرآنی که آیت الله خمینی اشتباه نوشتن اون رو درج کردن. بله در نسخه پی دی اف همون اشتباه درج شده، طوری که اشتباهشون نوشته در نسخه فارسی همون اشتباه رو درج کردن، فقط اشاره کرده مترجم در حاشیه گفته که اینجا اشتباه شده از ایشون یا سقط شده یا تصحیح شده به هر حال، اما در اینجا اون اشتباه رو بهش اشاره نکردن. پیش میاد. بله بله خب میریم پایین تر. ایشون من میخوام فقط با سخن ایشون و با عبارات ایشون در این کتاب اندکی بینندگان عزیز آشنا بشن. صفحه 17 در مصباح 54 میگه ان النبوه التي وصفتها بانها الحقيقي الذاتي الاولى ظل النبوه التي في الحضره الاعيان التي هي ظل النبوه الحقه الحقيقيه في الحضره الواحديه. برای اصطلاحات بسیار اصطلاحات صوفیانه است و کسی که با کلمات ابن عربی آشنایی داشته باشد از تقریبا شباهت بسیار زیادی داره و مشخص است که ایشون وقتی حاشیه نوشته و تعلیق نوشته و سخنان ابن عربی خب متأثر هم از فکر ایشون هست و حلاج رو ایشون شهید مقتول میگه یا شیخ مقتول میگه و شیخ ایشون که معروف است شیخ جناب آیت الله خمینی در این باب، در یعنی در باب عرفان و به اصطلاح این تصوف شاهابادی است، آیت الله شاهابادی. قال شیخ العارف در نور 7 صفحه 19 میگه که قال شیخ العارف الکامل شاهابادی ادام الله و بلده الدلیل على رؤوس مریدیه و مستفیدیه إن مخالفة موسى على نبينا وآله عليه السلام عن خضر عليه السلام في الموارد الثلاثة مع أهله بأن لا يسأل عنه لحفظ حضور الحق، فإن المعاصي هتك مجلس الحق والأنبياء عليهم السلام مأمورون بحفظ الحضور. إن كان جناي مرتكب شده حضرت موسى و فراموش نشه که اینجا رو من به خاطر این میخوام اشاره کنم که ایشون در اینجا فراموش کرده که اینها عصمت به عصمت پیامبران علیهم السلام رو قائل هستند و ائمه رو و حتی به هیچ عنوان حاضر نیستن حتی صفات در مسائل بشری هم آیاتی هم که در قرآن هست در این باره تأویل میکنن و تأویلات بسیار عجیب و غریب، اما در اینجا ایشون فراموش کرده بوده جناب آیت الله خمینی که در حال قائل به عصمت هستند و یک فإن المعاصی حد که مجلس الحق گناهان حد که مجلس حق است و الانبیاء علیهم السلام مأمورون به حفظ الحضور. این حضور و حاضر و این اصطلاحاتی که در اینجا به کار میره اصطلاحات خاص صوفیه هست و کان خضر النبی لقوة مقام ولایته و سلوکه یرا ما لا یرا موسی علیه السلام. خب بعد میریم پایین تر در صفحه 22 کما صرح به سیدنا و مولانا القائم عجل الله و فرجه الشریف فی التوقیع الخارج علی ید الشیخ الكبیر. اینجا جناب شما نور شماره چند؟ نور صفحه 22 هست، نور شماره 10. بله اینجا اشاره به یکی از توقیه ها یا یکی از امضاهای امام زمان میکنه جناب آیت الله خمینی، میگه کما صرح به سیدنا و مولانا القائم عجل الله فرجه الشریف فی التوقیع الخارج علی ید الشیخ الكبیر ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید. خب این ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید میدونیم که یکی از نواب اربعه است و ادعا داشت که با امام زمان نامنگاری دارد و ما انشاءالله سر فرصت به اینها خواهیم پرداخت. ادعا داشت که با امام زمان نامنگاری دارد و بالاخره بعدها اشاره کردن که اینها به هم افتادن، این چهار نفری که نواب اربعه بودن به خاطر مالی که از مردم میگرفتن و بالاخره ثروتی که سر هم میکردن به جان هم میافتادن و حتی همدیگر را متهم کردن بعدها، و
بالاخره اختلاف شد و نواب سلسله نواب دیگه تمام شد و تا چهار تا دیگه بیشتر نتونستن با هم بشدن. فقال فی ما قال یا باطنن فی ظهوری، یعنی این امام زمان فرموده، امام زمان فرموده که یا باطنن فی ظهوری و ظاهرن فی بطونهی و مکنونه. بعد اینجا جناب آیت الله خمینی در تأیید ایشون، اصطلاح جناب آیت الله خمینی در این کتاب این است که هر جایی که حدیثی از ائمه اهل بیت نقل بکنه و از جمله امام زمان که به نظر ایشون متولد شده و وجود داشته، میگه که صدق ولی الله روحی فدا، ولی خدا یعنی امام زمان راست گفته که روح ایشون فدایش باد. خب این که حالا این یا باطنن فی ظهوری و ظاهرن فی بطونهی و مکنونهی چه معنی دارد واقعا سخته. شما فرمودن که شما نمیفهمید، خیلی از مردم ممکن است اینو نفهمند و ما هم نمیفهمیم. یا باطنن فی ظهوری و ظاهرن فی بطونهی و مکنونهی. خب طبیعتا که شما هم قسم بخورید جناب هاشمی هانس نمیشید، منم قسم بخورم هانس نمیشم که امام زمانی وجود ندارد، متولد نشده و این ساخته دست همون آقای عثمان ابن سعید است، محمد ابن عثمان ابن سعید است که اینو نوشته و به خورده مردم داده به عنوان این که این کلام از امام زمان است. متاسفم. اما ایشون در نور 13 میگه که ولها یا یکون التقدیس و تنزیه فی لسان الاولیاء اکثر تداولا. اینجا هم یک سری بالاخره مسائلی میگه، بعد در پایین درش میگه و ما وقع من الشطحیات من بعض اصحاب المکاشفه والسلوک و ارباب الرياضه فهو لنقصان سلوکهم و بقاء الانانیت فی سرهم او سر سرهم. ایشون هم بالاخره میکوبیده کسانی که مخالفان خودش را، کسانی که از نظر ایشون از به سیر و سلوک به اون جای اصلی نرسیده بودن و به فرعونیت در اونها وجود داشته، میگه و فتجلا علیهم انفسهم بالفرعونیه، اینها درشون فرعونیت وجود داشته و این کلمه فرعونیت و انانیت و اینها در همین متنی که بارز است ملاحظه میفرمایید بسیار تکرار شده و سلطت و سلطنت و الفرعونیت و از این کلمات زیاد به کار میبره. خب رد میشیم. بعد میره کما قال النبی صلی الله علیه وسلم اول ما خلق الله نوری او روحی. حالا این حدیث به عنوان حدیث آورده شده، اول ما خلق الله نوری او روحی، نمیدونم آقای هاشمی سند این فرصتی بود اگر می بودی نگاهی می شد که این از کجا نقل فرمون، در کدوم صفحه استاد؟ صفحه 25 آقای هاشمی، در نور 16 صفحه 25 نوره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله النور او روحي ثم على الترتيب النزول من العالي الى السافل ومن الصاعد الى النازل. حالا این که خداوند پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم گویا فرمودند که اولین چیزی که خداوند آفریده نور من است. خب ما میریم در این باره توضیح بیشتر رو میگذاریم به حدیث معروفی که ایشون نقل میکنه در قسمت آخر. پس ببخشید استاد، من این روایت رو کمی ترجمه واضح تر، کما قال نبی صلی الله علیه وسلم اول ما خلق الله نوری او روحی، یعنی میگه که ادعا داره ایشون، میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن اولین چیزی که خداوند اول آفریده روح پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم یا نور ایشون است. اول ما خلق الله القلم. بله، ایشون میفرماید که اولین چیزی که آفریده شده نور است. بعد میره در صفحه 28 مطلع دو ان الاحاديث الوارده عن اصحاب الوحي والتنزيل في بدء خلقهم عليهم السلام وطينه ارواحهم وان اول خلق روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي. اینا چیزای عجیب و غریبی است آقای هاشمی که ما اینا رو میذاریم برای بحث قسمت آخر کتاب ان شرحه مع عدم كونه في عهده مثلي طويل الذيل. در ضمن ایشون گاهن آقای هاشمی به عجز خودش هم اعتراف میکرده، در این کتاب بارها ایشون به عجز و ناتوانی خودش در این باب اعتراف کرده. فإن شرحه مع عدم کون در صفحه 29 در صفحه 29 بله فإن شرحه مع عدم کونه فی عهده مثلی طویل الزیر، یعنی ایشون شخصیت خودش را بسیار کمتر و پایینتر از اون میدانسته از باب تواضع. قطعا اینطوری جا میگن و ما نمیخوایم ایشون رو در اینجا بگیم که چرا چنین گفته، مثل که بعضی ها دنبال بهانه میگردن. خب میریم پایین تر. من فکر میکنم که تقریبا اینجا تا اینجا بینندگان عزیز با روح این کتاب و با اسلوب ایشون آشنا شدن. در صفحه
35 هم ایشون اعتراف میکنه، میگه معقلت الباع و نقصان الاطلاع. خودش رو یعنی ایشون درباره خودش میگه که اظهار عجز میکنه، میگه معقلت الباع و نقصان الاطلاع. بالاخره میگه من از لحاظ علمی در این باره و اطلاع من کمه و توانایی آنچنانی ندارم. خب اینم بازم شاید استاد ببخشید من برای اینکه مطلب رو هم بیاریم، بله معقلت الباع و نقصان اطلاع، خب درستی اینجا میگه که اطلاع من ناقص است، اما من باب تواضع شاید بیان کرده ایشون. من همین عرض کردم، ایشون از باب تواضع، یعنی من اینا رو به خاطر این نشون میدم که وقتی که مثلا در سخنان بعضی شخصیت ها میاد کلماتی از این قبیل، بعضیا فکر نکنن که آقا چجوری شده خودش گفته عقیلونی، خودش گفته نمیدونم. خب این از در باب تواضع علما شخصیت ها در گونه جاها چیزایی رو میگن، یعنی خودشونو نمیگه، هر کس نمیگه که من فلانم و فلانم. خب در صفحه 36 آقای هاشمی در اینجا میگه که والفضل بعدی لك یا علی. خب اینجا حدیثی است که من مطلع 12 را اگر بفرمایید بله نشون بدید، من از مطلع 12 اینجا حدیث رو کامل میخوام خدمت بینندگان عزیز نشون بدیم از عیون و اخبار رضا. مطلع 12 و مم ما یرشدو که الى ما ذکرنا حق الاشاد و یهدی که کمال الهدایه الى طریق السداد ما حدثه صدوق الطائفه رضوان الله علیه فی عیون اخبار رضا علیه السلام به اسنادی ان مولانا. خب ایشون گفته که با اسناد خودش از مولانا و سیدنا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و التحیت و السلام میگه که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرمودند که یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیائه المرسلین على ملائکته المقربین و فضلنی على جمیع النبیین والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی والفضل بعدی لک یا علی. فضیلت بعد از من علی پیامبر صلی الله علیه وسلم گویا میفرماید. این حدیث را، این حدیث دروغین را خیلی ببخشید جناب آیت الله خمینی نقل کردن. ایشون را، این حدیث را ایشون میفرماید که در این حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرمودن که والفضل بعدی لک یا علی. البته من این حدیث را عرض میکنم، سندش را عرض میکنم و منتظر هستم که بینندگان عزیز و کسانی که میخوان برای این کتاب ها شعر بنویسن سند این حدیث را بفرماین بررسی بکنن و نشون بدن برای بینندگان عزیز که این حدیث چه سندی و چه جایگاهی و چه درجه‌ای داره. خب والفضل بعدی لک یا علی، فضیلت بعد از من برای توست ای علی، وللائمه من بعدک، برای امامان بعد از تو. و ان الملائکه و فرشتگان لخدامنا و خدام محبینا. آفرین. شیعیان خوشحال باشن، اونایی که ادعا میکنن که شیعه علی هستن با این گونه روایات دیگه واقعا خیلی خوشحال میشن. و فرشتگان میگه خدامنا، خدمه ما هستن، خدمتگزاران ما هستن و خدام و محبینا، هر کسی هم که ما رو دوست داشته باشه خدام اونا هم هستن. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا علي. فراموش نشه بخاطر کمی وقت ما از اون مطلب گذشتیم، ایشون در جای دیگری شاید فرصت نشه که ما نشون بدیم، در همین کتاب هست. میگه که ملائکه یحملون العرش، میگه کسانی که عرش را حمل میکنن 8 نفر هستند، 8 تا، همینطور که در قرآن یحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیه، میگه که ثمانیه 8، 4 تا از اولین هستند و 4 تا از آخرین، 4 تای اولین حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 4 تای آخرین محمد صلی الله علیه و سلم و علی و حسن و حسین. بله. خب میگه که لولا نحن، بعد اینجا میگه که الذين يحملون العرش بولایتنا یا علی، در بعد آیه رو میاره و من حوله و یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه و علم. بله بله. و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا یا علی. اینجا هم ولایت آمد داخل شد و جزء آیه قرآن قرار گرفت. لولا نحن ما خلق الله آدم علیه السلام. فراموش نشه این کتاب، کتاب مصباح الهدایه جناب آیت الله العظما سید روح الله خمینی است که ما داریم با هم میخونیم و این حدیث را ایشون از پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم گویا نقل کردند و شیخ صدوق این حدیث را در عیون اخبار رضا با سند خودش نقل کرده و ظاهر حدیث، ظاهر سند چنین نشان میدهد که این یک سلسله طلایی است و سلسله ذهبی است در این سند.
و ما امیدواریم که کسانی که اهل تحقیق هستن یک کمی توجه کنن و این سند رو بررسی بکنن. حالا حدیث رو ادامه میدیم: لولا نحن ما خلق الله آدم علیه السلام، اگر ما نبودیم آدم علیه السلام خلق نمیشد، خداوند آدم علیه السلام را خلق نمیکرد. ولا حوا ولا الجنه ولا النار، اگر ما نبودیم خداوند بهشت و دوزخ رو هم خلق نمیکرد. ولا السماء والارض، خداوند آسمان و زمین رو هم نمی آفرید. یعنی اگر علی نبود، پیامبر از زبان پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگن، و در اینجا پیامبر مراد نیست، یعنی اینطوری که نتیجه گیری میشه بعدن ملاحظه میفرمایید، این حدیث درست شده به خاطر فضیلت ائمه و شیعیان. لولا نحن ما خلق الله آدم علیه السلام ولا الجنه ولا السماء والارض فكيف لا نكون افضل من الملائكه، چگونه ما از فرشتگان افضل نباشیم. لقد سبقناهم الى معرفه ربنا، در حالی که ما از فرشتگان زودتر پروردگارمون را شناختیم. و تشبیحه و تشبیحه و تحلیله و تقدیسه، لان اول ما خلق الله عز وجل ارواحنا، اولین چیزی که خداوند آفرید روح ما بود. فانتقها بتوحیده و تمجیده ثم خلق الملائكه، اول روح ما را یعنی روح ائمه را خداوند آفرید و خداوند توفیق نطق داد به او که توحید را و تمجید الله متعال را بگوید. سپس فرشتگان را بعد از ما فرشتگان را آفرید، یعنی فرشتگان بعد از اهل بیت بعد از ائمه آفریده شدند. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا، وقتی که فرشتگان ارواح ما را دیدند یک نور واحد هستند، استعظمت امرنا، اونجا فهمیدن که ما خیلی مخلوقات مهمی هستیم. فسبحنا، ما اونجا سبحان الله گفتیم. لتعلم الملائكه، تا اینکه ملائکه بدانن، انا خلق مخلوقون، اینکه ما مخلوقی هستیم آفریده شده ایم. و انه منزه عن صفاتنا. فسبحت الملائكه، اینجا ملائکه هم تسبیح گفتن به تسبیح نا. و نزهت عن صفاتنا. فلما شاهدوا اذا ما شأننا هللنا، وقتی که فرشتگان ملاحظه کردن ما جایگاهی داریم، در اینجا لا اله الا الله گفتن. لتعلم الملائکه، تا اینکه ملائکه بدانن، ان لا اله الا الله و ان عبید و لسنا بالالهه، و ما فرشتگان ما بندگانی هستیم و اله نیستیم. یجب ان نعبد معه او دونه، ما اله نیستیم پرستش بشویم ما مثل خدا و در جایگاه خدا یا پایین تر از او. فقالوا لا اله الا الله، اینجا بود که فرشتگان لا اله الا الله گفتن. خب میریم پایین تر به خاطر اینکه طولانی است حدیث. میگه که فبنا اهتدوا الى معرفه توحید الله، اینجا بود که فرشتگان به وسیله ما توفیق یافتن به توحید را شناختن و تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید را شناختن. ثم ان الله تبارک و تعالی خلق آدم فودعنا صلبه، بعد آدم علیه السلام را آفرید و ما را در پشت آدم نطفه ما را قرار داد تا اینکه ما از اون طریق مسجود قرار بگیریم. و امر الملائکه بالسجود له تعظیما لنا، فلسفه سجده آدم علیه فرشتگان برای آدم را فهمیدید آقای هاشمی؟ سبحان الله. به خاطر به سجود له تعظیما لنا و اکراما، اینجا خداوند متعال میگه وقتی که فرشتگان به فرشتگان دستور داد که سجده بکنن برای ما، هدف از این سجده چی بود؟ تعظیما لنا و اکراما، هدف این بود که ما مورد تعظیم و اکرام قرار بگیریم. و کان سجودهم لله عز و جل عبودیتا، سجده که اونها کردن برای خداوند عبادت بود. ولی آدم اکراما و طاعتا، اما برای آدم از روی اکرام و طاعت بود. لکوننا فی صلبه، علت این بود که ما در پشت آدم بودیم. علت این که فرشتگان دستور یافتن که سجده بکنن این بود که ما در پشت آدم بودیم. این حدیثی است که جناب آیت الله خمینی در کتاب مصباح الهدایه نقل کرده و ما داریم اون را با هم مرور میکنیم. فکیف لا نکون افضل من الملائکه لقد سجدوا لآدم كلهم اجمعون، پس ما چگونه از آدم علیه السلام افضل نباشیم در حالی که همه اونها برای آدم سجده کردند. و انه لما عرج به بی الى السماء، وقتی که مرا به آسمان برده شد، اذن جبریل علیه السلام مسنا مسنا و اقام مسنا مسنا، جبریل علیه السلام دوبار اذان گفت و دوبار اقامت گفت. ثم قال لی تقدم یا محمد، به من گفت ای محمد صلی الله علیه السلام بفرما جلو. فقلت له یا جبریل اتقدم عليك، من جلو بشم بر شما؟ فقال نعم، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه على ملائکته اجمعین، خداوند فرشتگان پیامبرانش را بر فرشتگان
ترجیح داده است، فضیلت داده است و فضلک خاصتاً و شما را فضیلت داده است به طور خصوص. قال فتقدمت فصلیت بهم ولا فخر فلما انتهيت الى حجب النور، وقتی که من بالا رفتم و به پرده های نور رسیدم، قال جبریل علیه السلام تقدم یا محمد. جبریل علیه السلام گفت حالا جلو برو ای محمد. و تخلف عنی، خودش نیامد. فقلت یا جبریل فی مثل هذا الموضع تفارقنی، گفتم جبریل اینجا دیگه مرا تنها میذاری؟ فقال یا محمد ان انتهى حدی الذي وضعني الله. بعد میره فزخ بی فی النور زخه فزج بی فی النور زجه حتی انتهیت الى ما شاء الله من علو ملکه. اونجا بود که مرا در عالمی از نور رها کردند خداوند متعال. فنودیت یا محمد فقلت لبیک ربی و سعدیک. میاد پایین تر آقای هاشمی، طولانی است. بله ما 5 دقیقه وقت داریم استاد، 5 دقیقه تا پایان وقت کارشناس. امیدوارم که این حدیث رو بتونیم تمام کنیم. خب ولی من خلق، ولی من خالفک خلقت ناری، ولی اوصیائک اوجبت کرامتی. به پیامبر صلی الله علیه و آله در معراج چی گفته میشه از طرف خداوند؟ خداوند میگه که ولی اوصیائک اوجبت کرامتی، برای اوصیای تو ای محمد صلی الله علیه و آله کرامت خودم را واجب کردم. ولی شیعتهم اوجبت ثوابی. خوشحال باشین شیعیان عزیزی که خودشون را شیعه اهل بیت میدانن، اما این دروغ ها، اینها متعلق به شیعیان صفوی. شیعیان اهل بیت میدانن که اینها دروغ است و ارزشی ندارد. این دروغ ها هیچ گونه ارزشی ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند متعال میفرماید که پرهیزگارترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست. خب ولی شیعتهم اوجبت ثوابی، برای شیعیان اونها ثواب خودم را واجب کردم. فقلت یا رب و من اوصیائی، اوصیای من چه کسانی هستند؟ فنودیت یا محمد اوصیاؤک المکتوبون علی ساق العرش. اوصیای تو همینا هستند که اسمشون در ساق عرش نوشته شده. فنظرت، اینجا یک دروغ دیگری هم آقای هاشمی، دروغو میگن حافظه نداره، تناقض دیگری هم ثابت میشه. این برادران رافضی ما عرش را تعبیر میکنن، خود عرش را میگن عرش علم است، خود عرش الهی را تعبیر میکنن و میگن عرش علم است. خب اگر عرش علم است، پس چگونه میشود که بر عرش که ساق داشته باشد؟ اوصیاؤک المکتوبون علی ساق العرش. فنظرت و انا بین یدی ربی جل جلاله، من در حالی که پیش روی خداوند بودم نگاه کردم به عرش، علی ساق العرش. فرأیت 12 نورا، 12 نور دیدم. ماشاءالله، آن دروغ گفتنم فن میخواد. فی کل نور سطر اخضر، در هر نور یک خط سبز نوشته شده بود. علیه اسم وصی من اوصیائی، که اسم وصی هر یک از اوصیای من در اون 12 خط نوشته شده بود. اولهم علی ابن ابی طالب، اولینشان علی ابن ابی طالب بود. و آخرهم مهدی امتی، آخرینشان مهدی این امت بود. فقلت یا رب هؤلاء اوصیائی بعدی. گفتم ای محمد، آیا ای پروردگار من، آیا اینها اوصیای من هستند بعد از من؟ فنودیت یا محمد هؤلاء اولیائی و احبابی و اصفیائی و حججی بعدک علی بریتی و هم اوصیاؤک و خلفاؤک و خیر خلقی بعدک. اینا اوصیای تو هستند و بهترین مخلوق بعد از تو هستند. و عزتی و جلالی، در این دروغ آمده است که الله قسم خورد که لا اظهرن بهم دینی، من دین را به وسیله اینها ظاهر میکنم. تا اینجاش عادی است. ولی اولیان نبیم کلمتی، اینم عادی است. و ما بقیهش رو نگاه بکنیم. انتقام، انتقام، انتقام از مسلمان ها، انتقام از امت اسلامی. ولی اظهرن الارض به آخرهم، ولی اطهرن الارض به آخرهم من اعدائی. و با آخرین اونها، یعنی با مهدی که متولد نشده است، پروردگار می‌فرماید و با مهدی که متولد نشده است، من زمین را از شر دشمنان اونها پاک می‌کنم. ولا املکنه مشارق الارض و مغاربها، من شرق مشرق و مغرب را در اختیار اونها می‌گذارم، به اونها می‌سپارم. ولا اسخرن له الرياح، و من بادها را در تسخیر اونها در می‌آورم، تسخیر حضرت امام مهدی که متولد نشده. ولا اذللن له الصحاب الصحاب، ابرها را به اختیار اون میگذارم. ولا اورقینه فی الاسباب، و او را
اسباب دنیا را همه را در اختیار او میگذارم. ولانصرنه بجندی، بالشکر خودم او را نصرت میدهم. ولامدنه. اینا را ما ارزش خوندن ندارد آقای هاشمی. علت اینکه میخونیم این است که اینا را امام خمینی نقل کرده، جناب آیت الله خمینی، که بعدها پشیمون شد، در آخر عمر از اینها پشیمون شد و اظهار پشیمانی کرد و فرمود که من عمر خودم را در گمراهی و دلالت گذران جهالت گذراندم. اما به هر حال اینها امروز در کتابای امام خمینی هست و مردم فکر میکنن که این کلام بسیار مقدسی است. ثم لعظیمن ملکه ولعداولن الایام بین اولیائی الى یوم القیامه تم الحدیث الشریف. اینجا امام خمینی میگن که حدیث شریف تمام شد. ولقد نقلته بطوله، من همه حدیث را کاملا نقل کردم. چرا؟ مع بنای هذه رساله علی الاختصار، با اینکه این رساله را من مختصر نوشتم و قرار بود که مختصر نقولاتم مختصر باشه، للتبرک و تیمن و زیادت الفائده و البصیره. هدف این بود که به این حدیث شریفی که از اهل بیت گویا ثابت شده تبرک بکنم و تیمن بکنم و زیادت الفائده و البصیره، و این فایده باشد و بصیرتی باشد برای کسانی که استفاده می کنند. و ها انا اشرح بعد فقراته الراجعه الى المقام مع الايجاز والاختصار. اینجا من شروع می کنم و فقرات این حدیث را تشریح می کنم و توضیح می دهم تا اینکه ازش استفاده بشود. بله استاد، بله استاد، برای اینکه وقتمون هم پایان رسید، سبحان الله، در این حدیث ساختگی بودن و جعلی بودن و عذر میخوام از این تعبیر مزخرف بودن حدیث به ذهن میرسه. انسان قرآن رو میخونه، رحمت الله، مهربانی الله، رأفت الله، لطف الله، بخشش الله، همه رو سر تا سر میبینه، اما اینجا نخیر، من این فرشته میارم و جن میارم و باد میارم و فلان میارم و فلان میارم و دشمنان من از بین ببرن و ملکش همه جا فراگیر بشه. یک تصور عقده‌ای و کینه‌ای در این حدیث اصلا بارزتر از همه چیز هست و این که متاسفانه یک چیزی باعث این ارضا بشه، این نقطه متاسفانه در این حدیث دیده میشه. خب آقای هاشمی، یک آیه رو من بزنید ببینید این آیه رو کدام سوره است که من این آیه رو خدمت شما عرض کنم. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یدبر الامر یفصل الآیات الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هيك لازم اني نرو ببخش من اذا شد هيك لحظه خب در سوره استاد، بله سوره رعد آیه دوم استاد، من این تصویر لپتاپ رو ما ببینیم هم دیگه. یدبر الامر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ببخشید آیه کامل من عرض کنم به خاطر اینکه اونیس یدبر الامر صفحه 46 شما ببینید از کتاب، صفحه 46 کتاب، بله من یه لحظه. قال تعالی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. بله صفحه لعلکم بلقاء ربکم توقنون. بله یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سوره رعد، درست من سوره رعد من آيه درست درست درست. يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، درست من آيه. بله خب اینجا جناب آیت الله خمینی چی میفرماید در صفحه 46 ملاحظه فرمودید؟ بله صفحه 46 یک لحظه صفحه 46 هم ببینید، یعنی ارائه بدیم.
میگه که ای یدبر الامر یفصل الایه لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ای ربکم الذی هو الامام. یا الله، قال الله تعالی یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون ای ربکم الذی هو الامام، ای ربکم الذی هو الامام. بعدش میفرماید که فنظر ما احکم کلام الله، فنظر ما احکم بله فنظر ما احکم کلام الله و اتقن سنة الله. اما جالب آیا شمی پایین تر و میده هفت یعنی ببخشید استاد، در اینجا ربکم کلمه ربکم یعنی خود همون امام. خب چی بگم، شاید بالاخره فلسفه منطق ما بلد نباشیم. آره ما بلد نیستیم، من عرض کردم ما متاسفانه فلسفه و منطق بلد نیستیم و بسیاری از بینندگان هم بلد نیستن. در اینجا امام خمینی آیت الله العظما، جناب آیت الله خمینی میفرماید که ربکم در آیه آمده است که بلقاء ربكم توقنون لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الامر. همون آیه سوره رعد بیارید، اجازه بدید از خود قرآن آیه رو اول ملاحظه کنیم، نشه که همونجا یه جایی تو پرانتز امام منظور باشه. آیه از اول سوره رعد، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق. الف لام را از حروف مقطعات است، تلك آیات الكتاب، این از آیات کتابی که از سوی خداوند نازل شده است، و الذی انزل الیک من ربک الحق، و آنچه از سوی پروردگار بر تو نازل شده است حق است، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما بسیاری از مردم ایمان نمی آورند. الله الذی رفع السماوات، رب شما پروردگار شما کدوم است؟ من ربک، اینجا الله فرمود الیک، انزل الیک من ربک، ربک کدوم است؟ کدوم ذات است؟ الله، اون ذاتی است که الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان ها را یا بدون ستون آفرید یا اینکه با ستون‌های آفرید که شما اون ستون‌ها را نمی‌بینید. ثم استوى على العرش، سپس استوا کرد بر عرش، و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، سپس خورشید و مهتاب را خداوند آفرید، كل یعنی هر کدوم از خورشید و مهتاب، يجري لأجل مسمى، اینها در مسیری که برای اونها در نظر گرفته شده همچنان در حال حرکتند تا زمانی که الله برای اونها مقدر کرده باشد. یدبر الامر، ذاتی که این کارها را انجام داده است، ذاتی که قرآن را نازل کرده، ذاتی که آسمانها را بدون ستون آفریده، ذاتی که بر عرش استوا کرده، ذاتی که خورشید و مهتاب را مسخر کرده، این ذات یدبر الامر تمام امور این جهان هستی را میچرخاند، تدبیر میکند، برنامه ریزی میکند خودش. یفصل الآیات، آیات خودش را الله متعال با تفصیل بیان میکند برای شما، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تا اینکه شما به ملاقات و لقای پروردگارتون در روز قیامت که بعد از مردن هست یقین داشته باشید، یقین پیدا کنید. و هو الذی مد الارض، سپس قدرت بیشتری الله متعال از خودش بیان میفرماید که ذاتی است که زمین را کشید و بعد کوها را بر اون میخ قرار داد. خب اینجا جناب آیت الله العظما سید روح الله موسوی خمینی میفرماید در کتاب مصباح الهدایه، هدایه میفرماید که ربکم لعلکم بلقاء ربکم توقنون، در اینجا میفرماید ربکم ای الذی هو الامام، یعنی ای شما به ملاقات اون پروردگاری که اون امام است یقین حاصل کنید. متاسفانه ما چون که منطق بلد نیستیم و فلسفه بلد نیستیم، از این تفسیر و ترجمه جناب آیت الله خمینی سر در نیاوردیم. و علت دیگری که من فکر میکنم، علت دیگری که یکی یا علتی که ایشون میتوانسته سبب این بشود که در آخر عمر ایشون اعتراف کند، که انشاءالله اعتراف کرده باشد که من عمر خودم را در ضلالت و جهالت گذراندم، شاید همین موارد باشد. و الا کارهای دیگری که ایشون انجام داده، کارهای انقلابی که انجام داده، مردم رو تحریک کرده، بالاخره در برابر استکبار، شعار مرگ بر ظلم و ظالم و ستمگر و اون
اینا که بالاخره کاری نبوده که ازش توبه بکنه. آنچه امام خمینی در آخر عمر ازش توبه کرده و مردم را به قرآن دعوت کرده و خود ایشون هم به قرآن توجه کرده، ظاهرا باید همین گونه موارد بوده باشه. اما یک نکته قبل از اینکه بریم آقای هاشمی، در اینجا در همین آیه در ذیل همین در صفحه 46 میفرماید که میگه و ایاک ثم ایاک والله حفیظک فی اولاک و اخراک ان تحمل امثاله على ظاهرها. خب اینجا از اول رمیز هفت عنوان جدیدی است. ولعلك بتوفيق الله وحسن تأييده بعد الإحاطة بما في هذه الرسالة، میگه بعد از با توفیق خداوند و حسن تأیید خداوند متعال، بعد از این که آنچه در این رساله آمد را احاطه کردی و فهمیدی، التي لا اظنك ان سمعت به في غير تلك المقاله، فکر نکنم در جای دیگری این مطالبی که من برای شما نوشتم در این کتاب در جای دیگری خوانده باشی، يمكنك فهم ما ارمزه ذلك العارف. اینجا خود ذلك العارف به خودشون اشاره است، مشخص است که آنچه که این عارف در کلام خودش رمز کرده به آن اشاره کرده، ممکن است که تو این چیزها را بفهمی. و تعبیر ما اجمل ذلك المکاشف، و تعبیر چیزهایی که اون مکاشف یعنی کسی که کشف دارد برای تو در اینجا بیان کرده، شاید اون را بفهمی. و ایاک، اما مواظب باش، و ایاک ثم ایاک، مبادا بفرهیز، مبادا این که خداوند، خب اینجا یک دعایی هم میکند که خداوند تو را حفظ کند در دنیا و در آخرت، مبادا مبادا ان تحمل امثاله على ظاهرها، امثاله على ظاهرها، بعد چیزایی که در این کتاب هست مبادا اون را بر ظاهر اون حمل کنی، من غیر الغور الکامل الى غامرها ولا تأخذ بيدك الطعن عليهم، مبادا چیزایی که در این کتاب هست اون را بر ظاهرش حمل کنی و تن بر اونها وارد کنی، بر عارف و بر کسی که به اصطلاح جزو بزرگان است در اینجا اشاره ایشون، من غیر فهم مقصده، بدون اینکه تو مقصد اونها را بفهمی، کما هو دعب و بضع المنتسبین، به گونه ای که بعضی از کسانی که منتسب به علم هستن و از علم بهره ای نبردن، تو مبادا مثل اونها این چیز را به ظاهر حمل کنی و ظاهر اون را حقیقت اون را نفهمی. المنتسبین الى العلم فانهم جعلوا میزان عدم صحه المطالب عدم اطلاعهم عليها، چون بعضیا هر چیزی را که نفهمیدن میگن درست نیست، او عدم فهم ایها، هر چیزی را که نخواندن و نفهمیدن فکر میکنن اون درست نیست. فتراهم یتهمون هؤلاء العظماء، این بزرگان را متهم میکنن به کل تهمه، و یغتابون هذه المکاشفین، اینایی که کشف دارن و درک میکنن و میفهمن که الله امام هست، الله ربکم یعنی همون ربکم الذی هو الامام، اینها را متهم میکنن، غیبتشون را میکنن، معناها اشد من الزنیه، در حالی که این کار بدتر از زناست، غیبت بدتر از زناست، تعصبا منهم تعصب الجاهلیه، علت این کار این است که این تعصب جاهلی است و از روی تعصب این کارا را میکنن. پس تقریبا ما در اینجا آیاشمی به قسمت آخر کتاب رسیدیم و خاتمه و وصیتی میکند اینجا جناب آیت الله خمینی، این وصیت بسیار مهم است. بله، یک نقطه دیگه قبل از وصیت، اینجا صفحه آیاشمی وقتمون به پایان رسیده استاد، اگر خب قبل از وصیت بفرمایید. میگه که لوکان علی و علی السلام ظهر قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم لأظهر الشریعت، این کلام شاهابادی است، شاهابادی یعنی پیر جناب آیت الله خمینی، اصطلاحاً شاهابادی پیر جناب آیت الله خمینی است، آیت الله شاهابادی، جناب آیت الله شاهابادی پیر و مرشد جناب آیت الله خمینی چی میگه؟ میگه لوکان علی علیه السلام ظهر قبل رسول الله صلی الله علیه وسلم لأظهر الشریعت کما اظهر النبی صلی الله علیه وسلم. یا الله، اگر علی قبل از پیامبر صلی الله علیه وسلم متولد میشد و ظاهر میشد میبود، قطعا شریعت را طوری که علی ظاهر کرد، طوری که رسول الله ظاهر کرد، ایشون ظاهر میکرد صلی الله علیه و سلم، و لکان نبی مرسلا، و قطعا علی پیامبر مرسل می بود. یا الله، و ذالک چرا؟ لاتحاده ما فی الروحانیت و المقامات المعنویت و الظاهریه، چون که پیامبر و علی از هر لحاظ، از لحاظ روحانی و مقامات معنوی و ظاهری، اینها یکی هستند، خاتمتون و وصیه. اینجا یک خاتمه و وصیه ای هم، وصیتی هم جناب آیت الله خمینی میفرمایند، میگه که ایاک ایها الصدیق الروحانی،
الان اول دیگه شاگرد بود، الان به آخر کتاب که رسیدن دیگه کسانی که به اصطلاح درس گرفتن و این چیزا رو یاد گرفتن دیگه شدن صدیق روحانی. ایاک ایها صدیق روحانی ثم ایاک والله معینک فی اولاک و اخرا، خداوند به تو توفیق بده تو را حفظ کنه در دنیا و آخرت. مبادا مبادا ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلها، مبادا این کتاب چاپ بشه دست کسانی دیگری برسد، یا الله مبادا این اسرار به دست مردم برسد. ایاک ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلها. پس چرا آیت الله استاد ایدری، چرا آیت الله اینو در برنامه زنده اعلام معرفی میکنه که مردم بخوانن؟ آخر متاسفانه ایشون نخونده، شوخی میکرد، این کتاب رو نگو، همینطوری شوخی کرد، چون ایشون فکر میکرد این کتاب درباره ولایت و امامته، اینطوری که معرفی کرد نخونده. بنده خدا بله، شاید جلدش هم والله اعلم، نمیدونم اول جلدش هم دیده یا ندیده، چون اگر این کتاب رو میخوند قطعا معرفی نمیکرد. میگه که ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلها، مبادا این اسرار را برای غیر اهلهون ظاهر بکنید. اولا او لا تظنن على غیر محلها، مبادا این را بر جای دیگری تحویل بکنی. این تظنن اگر میشد آقای من دقیقا متاسفانه متوجه نشدم که این تظنن چی میگه، یا نمیدونم جمله همینطوری است که نوشته شده یا نمیدونم دقیقا، باید نگاه بکنم. این علم باطن الشریعت من النوامیس الالهی، آقای هاشمی بله دقت کنیم، فإن علم باطن الشریعت من النوامیس الالهیت والاسرار ربوبیه، زیرا که علم باطن شریعت آنچه که مسلمان های جهان دارن به اون عمل میکنن اون ظاهر شریعت است، آنچه که در خانقه ها در تاریکی ها در تاریکی ها در زیر بالش به مردم القا میشود، پنهانی به مردم گفته می شود و افراد معینی فقط اونها را می دانن، اون اسمش است باطن شریعت. فإن علم باطن شریعت، زیرا که علم باطن شریعت من النوامیس الالهیه، از نوامیس الهی است و الاسرار ربوبیه، ناموس الهی است این علم شریعت باطن شریعت و اسرار ربوبیت است. مطلوب ستره عن عید الاجانب به انظارهم، یا الله بیگانه نباید به اون دسترسی پیدا کند، بیگانه ها اجانب، بیگانه ها نباید به آن دسترسی پیدا کند، باید از بیگانه ها و از دسترس بیگانه ها باید پنهان نگه داشته شود. لکونهی بعید الغور انجلی افکارهم و دقیقه ها، زیرا که بیگانه ها نمی دانند اسراری که اینها، این کسانی که به اصطلاح خودشان را به این جایگاه ها بسیار نزدیک می‌دانند و اون علم تخصص باطن شریعت را دارند و شریعت را متاسفانه برای خودشون منحصر نگه داشتند و هرچه خرافات و شطحات است به اسم دین متاسفانه به دین می‌چسبانند، دیگه اینها افکاری هست که بقیه این چیزها را نمی‌دونند. خب نکته مهمتر آقای هاشمی، جالبتر از همه، این دقت بکنید، و ایاک و ایاک و ان تنظر نظر الفهم فی هذه الاوراق، مبادا به نیت فهمیدن به این اوراق که من نوشتم نگاه کنید، یا الله الا بعد الفحص الكامل عن كلمات المتالهين من اهل الذوق وتعلم المعارف عند اهلها من المشايخ العظام والعرفاء الكرام، باید برید چند سال در تاریخ خانه ها در خانقاه های تاریخ در غارها در کوه ها خدمت متألهین مرشدین، باید اونجا برید یاد بگیرید بعد بیایید این چیزها را بفهمید، و الا فمجرد الرجوع الى مثل هذه المعارف، فقط نگاه کردن این معارف، فقط دیدن این معارف، لا یزید الا خسرانا ولا ينتج الا حرمانا، یا الله هیچ چیزی جز خسارت و زیان و حرمان به بار نمی آورد. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق عنایت بکند که حق را آنگونه که هست بفهمیم و بر کتاب الله چنگ بزنیم، و اعتصموا بحبل الله جميعا، به کتاب الله چنگ بزنیم، همون چیزی که جناب آیت الله خمینی در آخر عمر خودشون اعتراف کردند و فرمودند که من تأسف میخورم که عمر من در ضلالت و جهالت صرف شده و مبادا شما چنین کنید که در آخر عمر خودتون پشیمان شوید. امیدوارم خداوند به من و شما توفیق عنایت فرماید که از تجربه دیگران استفاده کنیم،
این تجربه‌ای که جناب آیت الله خمینی بعد از یک عمر طولانی منتقل کرده و فرموده به قرآن چنگ بزنید، قرآن را دستور کار خودتون قرار بدهید، باید به این وصیت عمل بشود، باید این توصیه را بفهمیم، باید بفهمیم که این چیزایی که در این کتاب آمد و ما مرور کردیم، اینا متعلق به سالها قبل از وفات جناب آیت الله خمینی است. خداوند خاتمه همه ما را بخیر. آمین. البته استاد هیدری، من بایستی تشکر کنم از آیت اللهی که سبب معرفی این کتاب شدن به هر صورت، و فکر کنم نیاز نباشه این کتاب رو ادامه بدیم، کتاب های دیگری هم معرفی کردن که اگر حالا در هفته های آینده فرصتی بشه اشاره به کتاب های دیگر و مطالبی که هست هم اشاره بشه خوب خواهد شد. استاد هیدری، چنانچه مطلب خاتمه این بخش داریم، بفرمایید استاد. نه، من چیز خاصی ندارم، فقط اینو عرض میکنم که نسبت به تاریخ گذشتگان ما باید با دقت و با غور و با تأمل نگاه بکنیم، از تجربه دیگران باید استفاده بکنیم، باید سوء ظن نداشته باشیم، باید اهانت نکنیم، باید اگر نقد میکنیم نقد علمی باشد. ما با اینکه بسیاری از این خرافاتی که در این کتاب آمده با روح شریعت، با قرآن کریم، با سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، با کلام ائمه بسیار تناقض آشکار دارد و متاسفانه بسیار دور از شریعت است، با این وجود با این نویسنده بسیار بزرگوار و محترم، چون آخر عمرشون وصایای به قرآن کریم رجوع کرده و وصایای بسیار ارزشمندی درباره قرآن کریم داره، ما خدای نکرده اهانت نمی کنیم و اهانت نکردیم، فقط یک نقد علمی بود. بنابراین به عنوان یک نقد علمی هیچ اشکالی ندارد که انسان کتاب هر کسی را بخواند و نقد بکند، فقط اون حدیثی که آقای هاشمی آمد و من عرض کردم که سند اون را باید بررسی بکنید، من دوستان گرامی امیدوارم سند اون روایت را دوستان نگاه بکنن، بررسی بکنن، اگر نیازی بود و دیدیم که واقعا کسی جلو نیامد و از خود این کسانی که میخوان شعر برای کتاب بنویسن سند اون کتاب را سند درست و بررسی رجالی اون حدیث انجام نشد، باز انشالله خود ما اون را بررسی رجالی خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که جایگاه حدیثی اون رجالی اون حدیث کجاست. متشکرم استاد عبدالله هیدری، مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو. خدایار نگهدار، میان برنامه کوتاه را میبینیم، بعد از اون صدای گرم شما اذان را خواهیم شنید و بعد از اون استاد انشاءالله پاسخ مختصری در مورد تماس های شما اذان خواهند داشت. باز میگردیم. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلي على رسوله ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المحبوب الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى يا من قلت في كتابك والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فاللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله فاللهم عليك بكل من يؤذي حبيب الله فاللهم عليك بكل من يؤذي خير خلق الله وشفيعنا يوم العرض على الله اللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله وحبيب الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله وشفيعنا يوم العرض على الله. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه
هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم با برنامه دفاع از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. امیدوارم که این برنامه و مطالبی که در این برنامه و این شبکه ارائه میشه سبب نشد که کسی رو جریح دار کرده باشه و مطالب و تعابیری که به کار میره و رفت سبب آزردگی کسی نشده باشیم. هدف نقد علمی است، به هیچ عنوان اهانت به کسی جایز نمیدونیم و بحث علمی است و انشاءالله که بر این اساس ما بتونیم به این روش و این سیستم انشاءالله ادامه بدیم. دوست داریم از همکنون سای گرم شما از آن را خواهیم شنید. دوست داریم در مورد فرمایش آیت الله سید روح الله موسوی خمینی که در کتاب قرآن نوشتن که فرمودن توصیه به طلاب حوزه های علمیه و دانشگاه ها و اهل تحقیق به این که من این را میگویم به شکل جدی و به هیچ عنوان قصد تعارف هم ندارم، این که من متاسفم به عمری که از من گذشت در ضلالت و جهالت. دوست داریم در این باره آیا چه مطالبی از آیت الله سید روح الله موسوی خمینی سر زده که اون را به نام جهالت و دلالت نامگذاری کردن و تعبیر کردن. اولین بیننده محمد یوسف از تهران، بفرمایید. الو محمد یوسف، بفرمایید. آقا محمد یوسف. الو سلام علیکم. خیلی سلام و رحمت الله، ممنونم، بفرمایید. خوبه؟ شما خوبه؟ ممنونم. شما شما الان همین سوره رعد آیه 2 رو تلاوت کردین با آقای حیدری؟ بله آقا محمد یوسف، قبل از اینکه مطلب در مورد سوال برنامه هیچ اظهار نظری نمی فرمایین؟ نه من میخواستم چون اینجا شما این سوره آیه را که تلاوت کردین در کامپیوترتون کاری کاملا اشتباه بود. خب و این من میخواستم بگم که این قرآن که شما دانلود کردین تو کامپیوترتون از کجا کردین؟ قرآن کاملا اشتباه است. خب شما آیه را بخونید. آیه رو من میخونم. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. شما اینجا تو کامپیوترت نوشته بود، من نگاه کردم تو کامپیوترت نگاه کردم، قرآن شریف هم در کامپیوتر هم داره. خب من الان یک لحظه تماس آقا محمد یوسف از وقت معمول بیشتر داده میشه. اینجا فتحه نداره آقا محمد یوسف، اینجا ربکم. خب آقا محمد یوسف، آقا محمد یوسف دوباره کسره داره، اینجا فتحه نداره. شما کامپیوتر آقا محمد یوسف تصویر لپتاپ رو ما بدید. آقا کمی آرام باشین، بفرمایید. الان آیه را بخونید، آیه را از اول آیه بخونید تا با هم دیگه بخونیم، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خب کجاش مشکل داشت؟ الان شو یدبر الامر یفصل، اینجا سار شما فتحه داره، کسره در قرآن شریف من اینجا داره نگاه میکنم اینجا کسره داره. چرا شما یعنی یفصل بایستی باشه آقای محمد یوسف؟ یفصل یفصل داره اینجا نوشتین دیگه آقای محمد یوسف، یفصل بایستی باشه. نه یفصل، یفصل سار اینجا باید کسره داشته باشه. خب اینجا هم کسره داره آقای محمد یوسف. نگاه کن دبر دیری که نیست، قرآن شریف نگاه کن. ببینید آقا محمد یوسف کسره داره، مثل اینکه کمی دقت نکردیم، ببخشید. ببین الان من دارم درو من دقت کردم کاملا، بینندگان عزیز دارم میبینن، نگاه کن. خب دبرل نگاه کن. خب
قرآن شریف داری فرود؟ یفصل خب آقای محمدی چوف، آیا منظورتون کسره صاد هست؟ بله بله. خب کسره صاد کسره داره. کسره کجا داره؟ او فتحه است. زبر زیری باید داشته باشه. آقای محمد یوسف ببینید، کسره من الان اجازه بدین شما ببین این مده این فتحه رویش روی شد نگاه کن. الان شما اینو چی میخواید؟ اجازه آقای محمد یوسف، آقای محمد اجازه بدین، اجازه من چهار کلمه صحبت کنم و ان شاءالله شما صحبت خواهید کرد. مده فتحه روی شد میذارن، ثمرات را ببینید، فتحه روی شاد روی تشدید میذارن. اینجا وقتی کسره بخواهند بذارن، کسره زیر شد میذارن. آقا محمد این یه خورده دقت کنید متوجه خواهید شد. ببین وقتی شد نباشه زیر حرف میذارن، ولی وقتی شد داشته باشه زیر شد میذارن. نه چرا زیر شد میذارن؟ الان تو قرآن کریم امین درست خوب نگاه کن. آقای محمد یوسف ببینید آقا شمس رو ببینید. آقای محمد یوسف شما اگر قرآن را خوب یاد بگیرین و تلاوت کنید با چیز یاد خواهید گرفت و متوجه خواهید شد. آقای محمد یوسف متشکرم. آقای محمد یوسف خدا یار نگهدارتون. آقای محمد چون وقت ما تجوید قرآن و آموزش حرکات و حروف نیست. آقای محمد یوسف بر صورت کمی دقت کنید انشاءالله این نوع شد خب گفت فتحه روش میذارن یا کسری زیرش میذارن و این خیلی طبیعی است. بر صورت بیننده بعدی رو به ما بدین لطفا در مورد اظهار نظر فرمایشات آیت الله خمینی که من متاسفم بر عمری که از من گذشت بر ضلالت و گم نادانی در این بار اظهار نظر دوست داریم بفرمایین. آقای شریفی بفرمایین. نه اظهار نظر ندارم. بله خب بفرمایین. نه ندارم. آقای شریفی الو بفرمایید. جناب شریفی الو بفرمایید. من یه سوال دیگه در مورد شما دارم، در این موضوع سوالی ندارم. خب بفرمایید. واسه ابوبکر و عمر آیه واسه خلافت نازل شده؟ ببینید موضوع برنامه ما آقای شریفی موضوع برنامه ما اصلا این نیست. ما اگر بخوایم میخوایم موضوعات برنامه حفظ بشه، شما در این موضوعات برنامه هیچ اظهار نظری ندارین، حتما باید مطالب دیگری ارائه بدین چون موضوع منحرف خواهد شد و ما پاسخ نخواهیم داد چون وقت ما این اجازه رو نمیده موضوعات دیگری مطرح کنیم. جناب شریفی خب اما جواز اون حدیث که آقا هیدری خوند یه آیه قرآن میاد که در مطابق اون باشه، یک آیه قرآن که طبق چیز باشه؟ جناب آقای شریفی آره ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. خب این آیه سوره انبیاء هست. بله بله آقای شریفی آقای شریفی ما قد نکردیم خودتون عبر صورت حالا قد کردین و قد شد اما ما قد نکردیم. بیننده بعدی جناب آقای جعفری از ایران بفرمایید. جناب آقای جعفری در مورد فرمایشات آیت الله خمینی که میگه من متاسفم به عمری که از من در ضلالت و نادانی گذشت بفرمایید اظهار نظر بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه آقای هاشمی؟ خسته نباشید. میگم خدمت ممنونم شبکه جهانی کلمه و در صدر خانتون که واقعا ما رو زنده کردن، ما رو بیدار کردن و ما نمیدونستیم واقعا همچین هوایی هم هست و خیلی از شما ممنونم که ما رو با این هوایی آشکار میکنید و روشن میکنید ما رو. و شما میدونید که آقای خمینی هم متأثر از افکار آقای ابن عربی منحرفه و ایشون هم خیلی هم به صحابه خیلی لند میکنه. صحابه رو آقای خمینی حتی به شیخین علنا لعنت میکنه. خب واقعا ما نمیدونستیم این چیزا رو و واقعا من آگاه شدم، واقعا من روشن شدم و خیلی ممنونم و امیدوارم که منم به جمع خودتون قبول کنید و منو یکی از سلسکنان بدونید. ممنونم جناب آقای جعفری. یه سوالی از شما داشتم، خواستم ببینم که الان تو این محله ما یه شخص به نام جوان آقای امیر حسین علیزاده، ایشون
20 سالشه، کلاس های شیعه شناسی رو مثلا راه اندازی کرده. بعد تو مباحثش مثلا بحث شیعه شناسی رو انداخته و از کتاب های خود اهل سنت هم داره اونا استدلال میکنه. بله. خواستم و ایشون از خود طبق ادعای خودش دیگه من 80 نفر سنی رو شیعه کردم. بله. خواستم ببینم شما به عنوان یه عالم اصلا صلاح میدونید ما در کلاس های ایشون شرکت کنیم یا نه؟ بله، من این مطلب رو با استاد حیدری انشاءالله مطرح خواهم کرد و پاسخ خواهم داد انشاءالله. خیلی ممنون. ممنونم. خدا نگهدارتون. جناب جعفری موفق باشین. خب بیننده بعدی رو به ما بدید. در مورد اظهار نظر آیت الله خمینی در مورد که من عمری رو در نادانی و گمراهی گذراندم رو دوست داریم اظهار نظر کنید. چه چیزی بود که آیت الله خمینی به این صورت اظهار پشیمانی می‌فرمایند؟ بیننده بعدی رو بدید. مرادی از ایران، فارابی از ایران، عذر میخوام، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله. جناب آقای فارابی، میخواستم قبل داری که وارد دعاستیم بشه، اولا از دانم خدا نسبت به اون آقای چیراز جرف بخواد تو تشدید اینو اصلاح کنم، به عنوان یه شیعه براش اصلاح کنم. عزیزم وقتی تشدید بالای کلمه باشه، بالای حرف باشه، موقع اعراب چرخه را زیرش میذارن، دیگه اگر بالای حرف باشه دیگه زیر تشدید میخوانن، ای میخواننش. اینو خواستم بگم که بله آقای هاشمی اینجا یه مورد راست گفت. بعد در مورد جوابتون در مورد حضرت امام میخواستم این سوال از شما کنم. سوالتون رو با این سوال جواب میدم. وقتی پیامبران ما در قرآن میگن خدایا ما این کار رو کردیم، این گناه رو کردیم، آیا با این ستم رو بر خودمون کردیم، آیا دلیل برای اینکه اونا گناهکارن یا دلیل برای اینکه اونا اهل فساد بودن یا کاری کردن؟ نه، جمله امام صراحت به این داره که من در اون جایی که میتونستم به اون کمالاتی که لایق اون بود برسم نرسیدم. بله. و بیشتر خب. از اون میتونستم در اون راه تلاش کنم، جهاد کنم و با این همه علمی که داشته خودش هم جاهل میدونسته. جناب آقای فارابی، تماس آقای فارابی از وقت نمون بیشتر داده میشه. گوبرا در زلالت این در کسی که قبول دارم. جناب آقای فارابی ببینید، بله ببینید، تمامی پیامبران الهی زمانی که اعتراف میکنن یک اشتباه از اونها سر میزنه و به اون اشتباه خودشون اعتراف میکنن و استغفار میکنن. شما پیامبری را ارائه بدین که گناه و اشتباهی از اون سر نزده باشه و این ادعا را کرده باشه. همه پیامبران ما همشون در کارهاشون مثلا دعاهایی را که نسبت به خداوند میکردن در دعاهاشون به خاطر بزرگی خداوند اینا میگفتن به زبانشون، ولی به نظر ما شیعان اعتقاد داریم که پیامبران معصومن، گناه اشتباهی ازشون خب سر نمیزنه. آی فارابی، آی زمانی که نوح مثلا، زمانی که نوح میگه که بار اله فرزند من تو به من قول دادی که فرزند من از اهل من هست و این وعده تو حقه و من این رو، این چگونه آیا دعای نوح صحیح بود این درخواست رو از خدا؟ دعا کرد که چی؟ دعا کرد که بار اله تو گفتی که اهل من را نجات میدی و فرزند من جزو اهل من هست. خب هم ادامهش هم جایی هست که میفرمایه که ما ظالمی و چسان میره که ستم شهردم رو نجات نبینیم، حتی از اهلتون باشه، حتی از نزدیکانتون باشه. خب پس خب این هم برمیجرد بدقولی از خدا، شما باید جواب شد، من باید خدا جواب بده، ما چه نمیدونیم. اگر قولی داده و خلف وعده شهرد از طرف خداوند خب بوده. خداوند وقتی میفرماید و عصا، خداوند میفرماید و عصا آدم و ربه فغوا، حضرت آدم نافرمانی کرد. اینجا یعنی حضرت آدم اطاعت کرد؟ خب نافرمانی، این نافرمانی به منزل اون نافرمانی که مثلا شیطان چرا نیست، نافرمانی مستقیم به معنی او اشتباهی که انجام داده. خب پس اشتباه انجام داده، پس جایز الخطا هست. خب پس اشتباه انجام داده، اشتباهش بود، اشتباهی نافرمانی در امر خداوند باشه نبوده. خب دوست عزیز، و عصا آدم و ربه، آقای فارابی، و عصا آدم و ربه، این را ترجمه بفرمایید. اصل برنامه حرف صحبتون امام خمینی آقای فارابی گفته، زلالتش گفته، شما مشه خداش بدید بگن این جهلی که داشته، زلالتی، گمراهیش در امر چه چیزایی بوده؟ خب اینو بدید جواب، اینو تونه بدن. الان موضوع پیامبران، برای اینکه موضوع آشفته نشه، الان و عصا آدم و ربه، این رو ترجمه بفرمایید. اگر داخل چیز قرآن نشون بدی میتونم ترجمهش کنم، ولی
بله ببخشید متوجه نشدم. یعنی اگر بیاری رو سطح میتونم برای تقدیم کنم و عصا آدم ربهو چی؟ و عصا آدم ربهو فغوا. بله خب میگم شیر. خب اگر اشتباهی نافرمانی کرده و فرمانی او وسوسه بوش دردش ایجاد شده، این نافرمانی خدا را چه نکرده؟ پس عصا آدم ربهو پس بایستی عصا آدم ربهو پس نیست، پس عصا آدم مثلا زوجته مثلا. نه خود یه دو تا گناه نافرمانی داره، یه نافرمانی هست مثل شیطان مثلا عمل کنه چه سوزه کنه نمی کنه میگه فسته دادو الى ابلیس، یه نوع هست نافرمانی هست چه بر اثر او جهلشه، بر اثر او استنباطی چه داره مثلا یه کار انجام میده بعد میبینه چه نه او کار مخالف. آقای فارابی من اصلا سوال من این نیست، انگیزه ی نافرمانی اصلا من نمیخوام نافرمانی ها رو دستبندی کنیم. طبعا حالا نافرمانی چی گفت؟ نافرمانی صورت گرفت، حالا چه از کدوم دسته و کدوم صنف قرار میگیره مبحث جداگونه است. پس نافرمانی پیامبر حضرت آدم صورت گرفت و بر اساس اون میاد استغفار میکنه، بار الله من اون گناه را صورت دادم. حالا آیت الله خمینی زمانی که میگه من عمری از اون را در ضلالت و گمراهی صورت دادم، چه چیزی بوده که این به این صورت اظهار پشیمونی میکنه؟ خب الان شما وقتی میرین نماز میکنید، نماز میخونید، پس از نماز خوندنتون که دعا میکنید میگه خداوند من ظلم کردم، بدی کردم، جهل کردم. خب اینا چیکار کردی؟ اینا رو بگو مثلا اینا تو چیکار کردی که میرفت پیش خدا جریه میکنی، مثلا عبادت میکنی، توبه میکنی، چیکار کردی؟ برای هر نماز زمانی که جناب آقای فارابی زمانی که نمازی و عباداتی ما میخوانیم، طبعا در اون نماز و عبادات خب طب به طور کامل نمیشه، انسان نمیتونه به طور کامل بخونه و اون اظهار ندامت از اون عمل میخونه، اما اظهار ندامت بر عمری که در ضلالت و گمراهی، اگر من این رو در ضلالت و گمراهی چگونه توجیه میکنید؟ آیا این مطلب شما به این صورت بله. خب اگر منظور حضرت امام این بوده آدمی که شجاعت داره این حرف رو بنویسه، میگم مصداقاش هم مینویسه، نش مردم احسنت. من این کار رو کردم تو ضلالت بود، من این کار رو تو گمراهی انجام دادم، من این رو انجام دادم، اینا رو من انجام دادم، از من ببخشید یا شما دیگه مرتکبینا نشید. این نشونه چیز امام رو میرسونه، نشونه حضرتش رو میرسونه. اون امام به معناهای عارف بوده، احسنت. خودش در برابر کارهایی که انجام میداده میگه هر چه در برابر خداوند و برای مردم انجام بدی چمه. خب احساس خطا میکرده. خب متشکرم جناب آقای فارابی، اجازه بدید از نظر دیگر بینندگان رو هم بشنویم، فکر کنم مطلب رو اون چیزی که میخواستید رسوندید. خب متشکرم آقای فارابی، بیننده بعدی رو به ما بدین. آقا حسین از نروژ بفرمایید. جناب آقای حسین از نروژ سلام علیکم. سلام و رحمت الله حسین، ممنونم شما هم خسته نباشید. آقای هاشمی من دیر رسیدم، شاهد برنامه‌هاتون بودم، از این قسمت من شاهدم که شما جناب عالی در مورد امام خمینی فرمودی که ایشون پس که ایجوره امام خمینی تلسم شکن و قهرمانه، یعنی در واقع ایشونو قهرمان تلسم شکن خواندی. من با گفتم با این تعابیر، با این تعابیر که عذر میخوام یه وقت مطلب چیز نشه، با این تعابیر امام خمینی رو یک تلسم شکن باشی معرفی کرد. بسیار. بعدش فرموده ایشون آقای حیدری خوندن که ایشون اظهار پشیمانی نمودن از عمر بی ثمر خود و غافل بودن از قرآن و غیره و در ضلالت بودن. بله. درسته؟ بله. بسیار. و همچنین مطالب دیگری که در زیل اومد. بله. یه چیزهای در مورد عرش که 8 نفر اونو حمل میکنن، در مورد علی و چی و چی و چی الاخر. خب سوال اینه که این فرمایشات امام خمینی در کتاب مصباح الهدایه هستش یا نه؟ در چه کتابی؟ این کتاب در یک لازم مطلب در القرآن و فی کلام الامام الخمینی. در چه سالی این کتاب به اصطلاح نوشته شده؟ اواخر عمرش بوده، دار پشیمانی کرده ایشون. در چه سالی؟ یک لحظه من این رو تاریخ دقیقش اگر اینجا داشته باشم خوب میشه. نوشته چاپش سال 2009 میلادی، 1430 هجری شمسی این کتاب چاپ شده، اما نوشتنش من الان حضور ذهن ندارم، بایستی سرچ کرد و ببینیم چه موقع نوشته شده. مهم نوشتن کتاب مد نظر من هستش که من بدونم من نمیدونم دقیقا چه سالی نوشته شده، نمیدونم.
نمیدیم. خب نمیدیم. به هر حال من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که این طلسم شکن و قهرمان تاریخی که شما مهر تأیید بهش گذاشتی، یادتون یا نیست یا فراموش کردی یا اطلاع چندانی از تاریخ چندین سالی قبلی نداری که آقای امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر مستضعفان عالم فتوای جهاد علیه ملت کرد داد در تاریخ 28 مرداد سال 1358 به خاطر اینکه دکتر مصطفی تیمران در شهرستان پاوه در محاصره افتاده بود. حالا من نمیدونم این کتاب ایشون قبل از سال 1358 هجری نوشته شده است یا بعد از اون. پس این در واقع من موندم اینجا، آیا طلسم شکن هستند یا اون روایتی که آقای حیدری خوندن یا اون فتوای جهادی که بر علیه مردم کرد دادن که به نظر من کردها امروزه از شاید اگر به اینجوری بگم مقایسه بکنم به نسبت این زمان و این موقعیت و این شرایط کنونی اینا رو باید با صدر اسلام مقایسه کنید، چون ملت کرد مؤمن ترین افراد این سرزمین هستن به نظر من و ایشون فتوای جهاد در علیه چون این مردمی داد که در هر روستایی که 4 تا خانوار باشه یه مسجد دارن. من امیدوارم این مورد رو شما یه خود مشکافی کنید انشاءالله. حتما ممنونم آقا حسین از نروژ. اجازه بدید دیگر بینندگان رو هم بشنیم، مطالبتون گرفتیم. به هر صورت بنده به عنوان یک اظهار نظر ارائه دادیم، گفتیم که اگر آیت الله خمینی از عمر گذشته خودش متاسف هست و ادعا داره که در گمراهی و زلالت نادانی و گمراهی است، چه چیزی سبب شده؟ آیا این یک نوع اعتراف شجاعت ایشون؟ به هر صورت در این باره دوست داشتیم اظهار نظر هم داشته باشیم. مطلب شما هم ثبت شد. بیننده بعدی رو به ما بدید. محمد از امارات بفرمایید. آقا محمد. آقا محمد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید. سلام و رحمت الله. آقا محمد بفرمایید. آقای هاشمی، من یه مطلب رو می‌خواستم عرض کنم. ما بعد از حوادث تاریخی که کل تاریخ به وقوع پیوسته، بله، بعضی از این حوادث نه در ابعاد جغرافیایی و نقطه تولد خود نه ایستاده و نه از نظر زمانی در ظرف زمانی محدودی متوقف شده است. بله. ببینید شما و آقای حیدری، بله، انگار مثل مگس در بین یک مغازه شیرینی فروشی رفتین روی یک چیز منفی نشستین، اونم حالا منفی هم شاید نباشه. ما درباره شخصیت حضرت امام خمینی حرف برای گفتن زیاد داریم. شما یک جور وظیفه شما که نه، همه ما مسلمانان وظیفه شرعی ماست که از این شخصیت بزرگوار حمایت کنیم و این رو تبلیغ کنیم. ببینید انقلاب اسلامی ایران، یا بهتر بگیم انقلاب جهانی اسلامی ایران، یکی از کارهای این شخصیت بود. از یک مکان شروع شد اما دامنه اثرگذاری و پیامدها و با آقای محمد برای اینکه از صحبت‌های شعاری بیرون بریم، ببینید تماس آقا محمد از وقت معمول بیشتر داده بشه. آقا محمد، ما زمانی که برای از این شخصیت بخوایم حمایت کنیم و از این شخصیت دفاع کنیم، بایست این شخصیت بشناسیم یا نه خیر فقط همینطور که به ما القا شد دفاع کنیم بدون اینکه این شخصیت رو بشناسیم؟ آقای هاشمی، انتقادی که همه بینندگان به شما میکنه اینه که وسط حرف مخاطب شما میپرید. آقای محمد ببینید، برنامه ما برنامه علمی است و از سخنان شعاری وقتش نداریم. ان شاء الله برنامه‌های قرار خواهیم داد که هر کسی دوست داشت هر شعاری بیاد ارائه بده. برنامه علمی است، نقد و بررسی علمی است. آقا محمد کلمات خیلی زیبایی به کار بردین، اما در این برنامه وقت اون شنیدن این کلمات نداریم. این خطا مگه من علمی صحبت بکردم؟ اجازه است من جواب بدم؟ ببینید مطلبتون رو ارائه بدین، اما مطالبتون علمی باشه. آقا محمد از شعارات زیاد وقت نیست، قضاوت با بینندگان. اما شما بذارید بیننده حرفای علمی منو بینندگان بشنون. بیننده ها بعد از من غیر از اون بیننده های خود بزنگ بزنید آیا این علمی بود یا نه. من صحبت کنم.
ببینید آقای، من یکی از حرفایی که گفتم این بود که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب جهانی بود. چرا؟ من شما همشهری هستم دیگه، بذارید حرفمو بزنم. تیتر روزنامه های غرب مثل واشنگتن پست و فلان اینا همشون این بود که خمینی خدا را به جهان آورد. جناب آقای محمد ببینید من نمیتونم الان، من سوالم اینجاست، آیت الله خمینی آمد برای اینکه اسلام را به مردم معرفی کنه به جهان یا شیعه را به جهان معرفی کنه؟ شیعه تصور خودش، نه شیعه علوی. اتفاقا نکته عالی بود. من خب. ممنونم از این از شما که نکته خوبی رو اشاره کردید. آقای هاشمی و آقای حیدری شما هم گوش کنید و بفهمید. اسلام واقعی همین شیعه است. ببینید ما شیعه رو میبینیم که در مقابل ظلم نیستند. الان نگاه کنید شما وهابی هستید، کی از فلسطین حمایت کردید با اینکه اینها اهل سنت هستند؟ آقا محمد فلسطین دو دفعه فتح شد. آقا محمد فلسطین دو دفعه فتح شد. یک دفعه حضرت عمر فتح کرد، یک دفعه صلاح الدین ایوبی کردی سنی مذهب فتح کرد. کجا شما فلسطین رو فتح کردیم؟ آقا محمد برای اینکه از صحبت‌های شعاری ما وقتش نداریم صحبت‌های شعاری را بشنویم و این صحبت‌ها گوش فلک را کر کرده. آقا محمد این شما کجا با فلسطین ایستادین؟ کجا یک ناوگان یک چیزی فرستادین به اسرائیل همه ببینن؟ فقط شعار، در حد شعار، و این شعارها جواب نمیده آقا محمد. خب من عذر میخوام، در برنامه‌های ما اصلا وقت شنیدن این شعارهای تو خالی رو نداریم. این شعارها بگذار در همون جامعه ایران که تشریف دارین، در همونجا این شعارها رو ارائه بفرمایین. بر صورت شما هوادارانی هم دارید و این شعارها هم که شما سر میدین مردمی هم هستن که پشت سر شما این شعارها رو تکرار کنن، اما در جهان مردم عملی، کار عملی رو میبینن. بر صورت ناوگان دیدیم که ناوگان‌های متعدد و کمک‌های متعدد از کشورهای اروپایی غیر مسلمان ارائه شد، اما دریغ از یک کمک از ایران ارائه بشه. چرا؟ بر صورت حالا جایی سوال و ابهام هست، شاید نگرانی اسرائیل زیاد سود نداشته باشه. بیننده بعدی رو به ما بدید. آقا علیرضا از ایران، لطفاً در مورد اظهار نظر، در مورد فرمایشات آیت الله خمینی اظهار نظر بفرمایید علیرضا. سلام عرض می کنم. علیکم سلام و رحمت الله. آقای علیرضا این فرمایشاتی که آقای حیدری گفتند و نقل از اون نقطه ای که دست شما، وقتی که ما میخوایم در مورد یک از گفتار یک شخصیت نظر بدیم، دستمون رو بگذاریم به اون قصدی که نفع ماست. میدونم متوجه هستید یا نه؟ من صدای آقای رضا رو واضح ندارم، نمیدونم صدا واضح‌تر بلندتر باشه. بله 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 بفرمایید، انشاءالله صدا واضح هست. من ندارم. مثلا این که شما مثلا دست میذارید اون قسمتی از بیانات صحابه که مثلا به نفع شماست و بقیه‌اشو بهش می‌کنید، این کار هیچ محقق چنین کاری نمی‌کنه. هیچ محقق کسی که میخواد دنبال حقیقت بره. در مورد امام خمینی هم همینطور، ما اگر می‌خوایم امام رو بشناسیم و بدونیم مثلا عمرشون چطور رد شده، باید بیانات دیگرشون در کتاب‌های دیگه و آثار دیگرشون هم ببینیم. حالا من سوالم از آقای حیدری اینه که آیا ایشون وصیت‌نامه امام رو هم خوندن؟ وصیت‌نامه چیزی که انسان در پایان اواخر عمرش می‌نویسه، و اگه این رو منتشر کنید، ایشون میگه من با دلی آرام و قلبی مطمئن دارم از این دنیا میرم. چطور چنین شخصی ممکنه عمرش رو مثلا در جهالت یا بتالت بوده؟ این یک مسئله. من جوابینه برام آی حیدری که به عنوان کارشناس و محقق تو برنامه شما هست، آیا تو فهم دیگرش هم از متون دیگه اینطوری رفتار میکنن؟ مثلا یه بخشش رو میگیرن، یه بخش دیگرش رو. آقا علیرضا این رو به عنوان یک اظهار نظر ما گذاشتیم، بینندگان اظهار نظر بفرمایید. شما الان این اظهار نظر خودتون رو بفرمایید. قرار نیست هر چیزی که ما گفتیم بینندگان بپذیرن، و قرار نیست هر چیزی شما گفتین ما بپذیریم. بحث و بررسی است و نقد متون علمی است. بله بله احسن در شما، قرار نیستم هر چیزی شما و آقای حیدری گفتین بینندگان بپذیرن. منم دارم اظهار نظر شخصی میکنم، اجازه بدید عرایضم تموم بشه. بفرمایید. این یک نکته. نکته دوم این که یک سوال من دارم، حالا شما میگید برای منم دارم نظرم رو میگم.
آیا یک شخص مثلا آقای حیدری کل عمرش رو مفید بوده؟ آیا مثلا آقای عقیل هاشمی کل عمرش رو مفید بوده؟ نه، بالاخره بخش هایی از عمرش ممکنه مثلا خواب بوده، ممکنه به استراحت، ممکنه به خورد و خوراک، ممکنه به کارهایی که فکر میکرده مفیده بعدا فهمیده. یعنی این که انسان در هرچی میگه جلوتر احساس میکنه چون که داشته هاش بیشتر میشه، اطلاعات عمومیش بیشتر میشه و رشد میکنه از جهت معرفتی، میفهمه که عمری که گذشته ممکنه گوشه هایش تلف شده باشه، میتونه کارهای بهتر بکنه. حالا آیا من میتونم بگم که کدوم بخش از عمر امام خمینی تلف شده؟ آیا شما میتونید بگید؟ کسی میتونه ادعا کنه؟ آیا امام پشیمون از این که مثلا منطق و فلسفه خونده؟ پشیمون از این که حکومت جمهوری اسلامی رو بنا نهاده؟ نمیتونیم ما چنین ادعایی بکنیم؟ نه، اینجا موضوع علمی است جناب آقای علیرضا. آقای علیرضا اصلا بحث سیاسی در این روایت، در این مطلب آیت الله خمینی ارائه نفرمودند. فرمودند که برین قرآن را بخوانید و مانند من که عمری را در گمراهی و نادانی سپری کردم مانند من نباشید. بله بله، اتفاقا در مورد همین قرآن خوندن هم ما ایکاش آقای حیدری اشاره می‌کردن به خاطرات اطرافیان امام که گفتن که امام وقتی که ماه مبارک میشد اکثر کارهاشون رو تعطیل میکردن و هر دو روز یک بار یا سه روز یک بار ختم قرآن میکردن، یعنی حدودا بیش از 10 مرتبه ختم قرآن در ماه مبارک رمضان انجام میشد و هرچه امام داره از قرآنه. همین معرفتشون که به اینجا رسیدن هم این هم از قرآنه. کسی چنین ادعایی نکرده، امام هم نگفته که من غیر قرآن صرف کردم عمرم رو. من تعجبم اینه چجوری شما از این متن این نتایج رو میگیرید. خیلی جالبه برای من. آقای علیرضا من بار دیگر مطلب خودم رو تکرار می‌کنم، به هیچ عنوان ما هیچ اظهار نظری ارائه ندادیم. ما گفتیم این برداشت از این مطلب چی میفهمید. من عذر میخوام برای اینکه فرمایشاتون قطع میکنم، چون مثل وقتی میخواهید در مورد امام هم صحبت کنید ای کاش متن اهلی رو بگید. شما خودتون هم در صحبتاتون اشاره کردید این ترجمه عربی داره اشکاله. اون وقت چطور از ترجمه عربی داره اشکال دارید نتیجه گیری میکنید در مورد شخصیت؟ ما همینو میخواییم. شما درست نتیجه گیری نکردید اما دارید الغا میکنید این نتیجه گیری رو. شما ممنونم آقای علیرضا، ما همینو میخوام. من عذر میخوام برای اینکه وقت خیلی محدود هست. ما همینو میخوام که شما الان بفرمایید، بگید که این متن عربی است و متن دیگر. بر صورت این مطلب ارائه شده در پایان این کتاب، دوستانی که حالا متن فارسی این کتاب دارن، القرآن فی کلام الامام الخمینی، در آخرین پاراگراف این کتاب، دیگه بعد از اون فهرست میاد، در آخرین پاراگراف توصیه است به حوزات العلمی، ایتها الحوزات العلمیه و جامعات اهل تحقیق، قوموا و انقذوا القرآن الكریم من شر الجاهدین المتنسکین والعلماء المتهتکین الذین هاجموا و یهاجمون القرآن عمدا و عن علم، فإنی اقول بشکل جدی وليس للتعارف العادي أني أتأسف لعمري الذي ذهب هباء في طريق الضلال والجهالة. در آخرين باراجراف، خب دوستان هم أهل تحقيق هستن و این رو ببین. خب بیننده بعد لطفاً تماسار محدود باشه چنانچه ممکن است این آخرین تماس باشه. ممنونم. آقا ابراهیم از ایران به عنوان آخرین بیننده در این برنامه، آقا ابراهیم در مورد فرمایشات آیت الله خمینی بفرمایید، نظر نظر کنید. الو سلام، خسته نباشید. سلام و رحمت الله، ممنونم، شما هم خسته نباشید. الو سلام، خسته نباشید آقای هاشمی. ممنونم، شما هم خسته نباشید. من می‌خواستم در جواب آقای هاشمی، آقای فارابی که میگفت که پیامبران همیشه اشتباهی که می‌کردن مثلا می‌رفتن که دعا می‌خواستن مثل امام، ولی این به یک چیز توجه نکرده، به یک چیزی که مثلا امام خودش مثلا توصیه می‌کرد به دیگران، خودش مثلا نمیگم من از خود خدای از تو میخوام، من این اشتباه توصیه میکرد به دیگران که من اگر این کار کردم شما دنبال این کار نری، بلی هیچ به انواری نه، حتی به امت خودش نگفت که من این اشتباه کردم یا امت من شما این اشتباه نکنید. میخواستم همین در جواب آقای فارابی بگم. بله، ممنونم آقای ابراهیم، ممنون، خدا یار نگهدارتون. تماس ما با استاد حیدری تا زمانی که برقرار میشه، مطالبی که مطرح شد به هر صورت من بار دیگر این تصویر لپتاپ رو به ما بدین و منتظر تماس استاد عبدالله حیدری هستیم. طبعا من ابتدا شناسنامه کتاب رو به شما انجام میرنده ارائه بدم برای اینکه مطلب ما مستند و دقیق باشه و نسخه وردی که از اینترنت دانلود شده، دوستان عزیز شما هم
میتونید این رو ارائه بدیم. بله از قرآن. بله خب این کارت کتاب هست، الکتاب القرآن فی کلام الامام الخمینی، و این وجود داره. در آخرین پاراگراف میریم قبل از فهرست، ترجمهش هم اگر باشه حتما بایستی در آخرین پاراگراف این کتاب باشه، و ما این رو بعد از قبل از فهرست رو میخوام، قبل از فهرست مطلب رو ارائه میده. برای تماس با استاد عبدالله حیدری هم برقرار شده تا زمانی که ما این مطلب رو ارائه بدیم. خب در آخرین پاراگراف میخونه ایتها الحوزات العلمیه والجامعات اهل تحقیق قوموا وانقذوا القرآن الكریم من شر الجاهلین المتنسکین والعلماء المتهتكين الذين هاجموا ويهاجمون القرآن عمدا وعن علم، فإني أقول بشكل جدي وليس للتعارف العادي، من دارم بالصراحة لفظ وبدون هیچ گونه تعارفی دارم میگم، تعارف عادی اصلا قسم اینجا تواضع و تعارف هم نیست، با تأکید گفته در پرانتز، أني أتأسف لعمري الذي ذهب هباء في طريق الضلال والجهالة، من متاسفم به عمری که از من گذشت در راه گمراهی و نادانی، و انتم یا ابناء الاسلام و شما ای فرزندان اسلام، ای قهرمانان بیدار کنید دانشگاهیان و حوزه های علمیه تا اینکه روی آورند به سوی زمینه های مختلف قرآن و قرآن را تدریس کنید در زمینه ها و در فروع مختلف را مد نظرتون و هدف عالیتون را قرار بدین، تا اینکه خدای ناکرده پشیمون نشین در آخر حیاتتون زمانی که فرسودگی و شما را بر شما حمله آورده باشد، و همچنین تأسف بخورید بر زمان جوانیتون، الکلکاتب نفسه، مانند نویسنده که الان پشیمون شده از این که عمری ازش در گمراهی و نادانی گذرونده. بر صورت این مطلبی بود که در کتاب خودش ارائه فرمودن، و ما من باب این که این آیت الله کتاب های آیت الله خمینی رو معرفی کردن دوست داشتیم این کتاب هایی که معرفی شده رو به سمع نظر شما عزیزان برسونیم، و بحث نقد علمی است، بیش عنوان بحث اهانت نیست، و این مبادا اهانت تلقی بشه، چون شاهد بودیم ما فقط کتابی که نوشته رو خوندیم. خب این کتاب بر صورت جناب آیت الله هم که پخش شد از مطالب ایشون، دکتر آیت الله هم بودن، این کتاب ها رو معرفی کردن و چاره ای نبود مگر این که کتاب هایی که معرفی کردن ما بخوانیم. استاد عبدالله حیدری سلام علیکم و رحمت الله. ما 15 دقیقه تا پایان برنامه، عذر میخوام 10 دقیقه تا پایان وقت داریم، باعث مطالب را جمع بندی شده بشه. محمد یوسف از تهران در مورد کسره زیر تشدید و روی تشدید، براشون یک مطلب جدیدی بود، مثل این که بر صورت ما این رو ببینندگان نشون دادیم در این باره علا اگر چنانچه مطلبی است. آی شریفی از ایران، به ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اشاره کردن که فکر کنم منظورشون این بود که میخواستن عبادی الصالحون رو عبدی الصالح به مردم ارائه بدن و امام زمان رو مردم معرفی کنن. بفرمون استاد. با سلام مجدد خدمت شما جناب استاد هاشمی و بینندگان عزیز و گرامی. سلام و رحمت الله. اولا آقای محمد یوسف فکر کنم نیت خیری داشتن به هر حال، ولی خب الانسان و عدو لما جهل، انسان دشمن چیزی است که آن را نمی‌داند. بالاخره ایشون چون تصور شاید نداشت که این گونه هم در بعضی در قرآن ها اعراب گذاری شده، قرآنی که ایشون خط رسم الخطی که ایشون باش آشناست اون همونی بود که فکر می‌کرد که همیشه به اصطلاح با همون روال بسیار ساده اعراب گذاری میشه، ولی خب الان چاپ و نشر هم پیشرفت کرده و علم هم پیشرفت کرده و این چیز جدیدی البته نیست، ولی خب برای ایشون احتمالاً جدید. بله. و اما اینکه زمین به کسانی که صلاح و اهل ایمان و تقوا باشند به ارث داده می شود، طبیعتاً این صفات کسانی است که واقعاً بر اساس ایمان و تقوا حرکت بکنن و زندگیشون را بر اون اساس بچرخانن و هدفشون همین باشد که در زمین خدمت بکنن و احساس انتقام از دیگران نداشته باشن. امیدوارم که خداوند همه را جز به صلحا و جز به نیکان قرار بدهد و عقده و کینه و نفرت و انزجار را از دلها بزداید و دلهای ما را با نور قرآن سیقل دهد.
بله خب بحث جناب آقای جعفری از ایران، به حمدالله ایشون یکی از تلس میکنان، یکی از مهتدینی بودن و فرمودن که واقعا ما نمیدونستیم و خیلی از مسائل بزرگوارانه واقعا ارائه فرمودن. به حمدالله امثال جناب آقای جعفری آزاد اندیش و روشن فکر در جامعه ما کم نیستن. به حمدالله اهل قلم و اساتی دانشگاه و دانشجویان و اهل تحقیق به این صف پیوستند و موج عظیمی الحمدلله در ایران به پا شده و این فکر بیداری و اصلاحگری و خراف زدائی و بدعت زدائی در جامعه به حمدلله به خصوص در قلب ایران در تهران آغاز شده است. بدون شک الحمدلله کاروان یکتاپرستان و تلسم شکنان به سرعت در حال حرکت است. امیدوارم خداوند توفیق عنایت بکند به همه کسانی که اهل علم و دانش و تحقیق و رسیدن به حقیقت هستند، از کاروان عقب نمانند و از این کاروان توحیدی و نورانی که میرود تا به امید خداوند جهان را نورانی کند، میرود تا تمام دلهای تاریک را نورانی کند، میرود تا صلح و آرامش و آسایش و همدلی را بر جهان به امید خداوند بتاباند. امیدوارم که عزیزان از این قافله عقب نمانند و سعی کنند که خودشون را به هر نحوی شده به این کاروان برسانند. به طور خصوص من خدمت اون عزیزانی و اون برادران و خواهرانی عرض می کنم که زمینه برایشون امروز مساعد است و از طریق این شبکه‌های نورانی و توحیدی امکان این را دارند که حق را بشنوند و حق را بشناسند. میگم از این فرصت‌ها استفاده کنید و همیشه مردد نمانید. سعی کنید برای فهم خودتون، برای نسل آینده خودتون، برای فرزندان خودتون تصمیم گیری بسیار جدی و عمیق بکنید. و هیچ وقت ما دعوت نمی کنیم که کسی بدون فکر، بدون تأمل، بدون دقت و با تقلید کورکورانه دنبال ما بیاد یا دنبال کسی دیگری، بلکه ما دعوت به تحقیق می کنیم، دعوت به این می کنیم که باید حق را ما بشناسیم، باطل را بشناسیم. بنابراین این حقایقی که از لابلای برنامه‌های مختلف شبکه‌های توحیدی بیان می‌شود، به طور قطع هدف از طرح و بیان این حقایق این است که ما حقیقت را بتوانیم آنگونه که هست بشناسانیم. متأسفانه کسانی وجود دارند که به دلایل مختلفی حق را باطل جلوه می‌دهند و باطل را حق. برنامه‌ای که ایشون اشاره کردن که یک بچه کم سن و سال متاسفانه در جایی که امکانات مجانی در اختیار بسیاری قرار میگیرد از مال بیت المال مسلمان ها که نفرت و اختلاف و کینه و عداوت به وجود بیاورند، با تلبیس میان کتاب های اهل سنت را به مسخره میگیرند و تعدادی به اصطلاح کورکورانه از اساتیدشون تقلید میکنند، بچه ها را مسلط میکنند بر علمای اهل سنت و این بزرگترین توهین است که متاسفانه در سایت ها در وبلاگ ها میبینید بچه های کم سن و سالی را مسلط می کنند بر علمایی که سالهای اون طولانی از عمر خودشان را صرف قرآن و حدیث و خدمت به دین کردند. متاسفانه به اونها اهانت کردند، اونها را به اصطلاح به چالش کشیدن و حتی در مساجد و در منطقه در کلاس ها در جاهای مختلف به سراغ علما رفتن. متاسفانه این دردی است که جامعه ما امروز با اون دچار است. علت این اقدامات این است که اونها واقعا می ترسن از این کاروان توحیدی که راه افتاده، از این شبکه‌های توحیدی، از این برنامه‌هایی که الحمدلله روشنگری می‌کند، از اینها می‌ترسند و لذا سعی می‌کنند که به هر نحوی شده مردم را منحرف کنند. امیدوارم که همه دوستان عزیزان توجه داشته باشند و برای آینده خودشون و برای سرنوشت آینده خودشون با دقت و تأمل تصمیم جدی بگیرند. بله، ایشون مطلبشون مطرح شد که آیا نظر شما یا نظر می‌خواستن و اینکه در بحث و گفتگو با چنین افرادی، با اینکه ادعا دارن حالا گاهن ارقام و آماری ارائه میدن به اینکه تونستن افرادی را به جمع خرافی و غیره بکشونن، آیا بحث و گفتگو با این افراد شما چگونه، چه اظهار نظر ارائه میفرمایید؟ من صلاح نمیدونم برای افرادی که وقت زیادی ندارن، چند اگر ساعتی دو ساعتی از عمر خودشون رو میخوان صرف مطالعه و کارهای علمی بکنن، من صلاح نمیدونم که این وقت رو صرف جار و جنجال و صرف بحث‌های بیهوده بکنن با این افراد عقده‌ای که اساساً این برنامه‌ها در واقع دام هست برای منحرف کردن مردم و برای منحرف کردن مسلمان‌های بی‌غرض و بی‌خبری که متاسفانه از دام‌های اینها و از برنامه‌های اینها خبر ندارن. به هیچ عنوان من صلاح نمی‌دونم. البته اگر کسی از اهل علم و تحقیق و دانش هست و توانایی دارد
مشکلی نیست، اما برای عموم من اجازه صلاح نمیدونم. بله متشکرم. بحث جناب آقای فارابی از ایران در مورد آیت الله خمینی، این مطلب که گفت من دیگه پشیمون هستم در عمری از من در گمراهی و نادانی گذشته، گفتن که این تمام پیامبران این تعابیر را به کار می بردن و این مستلزمه این نیست که مثلا حتما آیت الله خمینی مرتکب اشتباه یا در واقعا به طور واقع در گمراهی و نادانی باشه، لازمه این نیست، این منباب تعابیر تعارفی بوده که ارائه داده و یک تواضع را از خودش نشون داده. ایشون و بسیاری از دوستان دیگه بعد از این تماس گرفتن، اشکال عمده متاسفانه در فهم این دوستان این بود که اینها فکر میکنن که وقتی ما میگیم نقل قولی کردیم، البته سخنی از ایشون نقل کردیم که ایشون گفتن من اظهار تأسف میکنم از عمری که بر ضلالت و جهالت گذشته به نادانی گذشته، خب این را متاسفانه آنگونه که باید بفهمن نمیخوان بفهمن. بعضیا فکر میکنن که خدای نکرده وقتی ما مطلبی رو نقل میکنیم یا شخصیتی رو میخواییم آنگونه که شخصیت هست بشناسیم، فکر میکنن که آقا این تقدس و عصمتی به زبان نمیگن، ولی در عمل گویا یک نوع اعتقادی همراه با عصمت درباره شخصیت هایی دارن که فکر میکنن اون عصمت تقدس نباید شکسته بشه. اما عموم جامعه ما اینچنین نیستن، الحمدلله عموم جامعه ما سعیشون بر این است که انسانها را آنگونه که هست در میزان حقیقت باید بشناسن. امروز شخصیت‌های مختلفی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرن، حتی بعضی ها دست انداختن نعوذ بالله به بالاترین جاها، به ائمه بزرگوار دین، به صحابی بزرگوار، به اهل بیت اطهار، به شخصیت‌های بزرگوار صدر اسلام که تمام عمرشون در خدمت دین بوده. بعضی ها تا اونجا گستاخی و جسارت و زباندرازی می‌کنن، میرن زندگی شخصی ائمه بزرگوار و صحابه و اهل بیت را به اصطلاح به کنکاش میکشن و مورد بحث و بررسی قرار میدن که نیازی ما بهش نمیبینیم، با توجه به اینکه اون شخصیت ها از هر لحاظ از نظر ما پاک هستن. اما امروز در جهان معاصر ما هیچ کسی، نه کسی معصوم هست و نه کسی چنین ادعایی میتواند درباره خودش یا درباره دیگران مطرح بکند. بنابراین هر کسی در یک جامعه مدنی، در یک جامعه فرهنگی، در یک جامعه که ما بر اساس مطالعه، بر اساس دانش و بر اساس بینش سعی میکنیم که جامعه رو سوق بدیم و جامعه ما سعی میکند که خودش رو وفق با معیارهای جهانی، که هر کسی، هیچ کسی بالاتر از نقد نیست. حتی خود صحابه در زمان خودشون، اهل بیت در زمان خودشون میگفتن که حضرت علی بن ابی طالب در نهج البلاغه، ما قبلا بهش اشاره کردیم، ولست فی نفسی به فوق ان اخت، من خودم را بالاتر از نقد، بالاتر از خطا نمیدانم. وقتی علی ابن ابی طالب میفهمه من خودم را بالاتر از خطا نمیدانم، انسان خطاکاری بیش نیستم، امروز چه جایی است که بیاد کسی مثلا ادعای عصمت بدون اینکه بگه معصوم هست ادعای عصمت بکنه درباره افرادی که در این عصر زندگی میکنن، در این عصر پرفتنه و فساد، وقتی شخصیت خودش اشکال خارج هم داره میگه. ایشون حالا بحث آقای حسین از نروژ هم من بهش میرسم که ارتباط پیدا میکنه با این مسئله، با آقای فارابی که امام خمینی از چی چیز استغفار کرده، مشخص خودش میگه بحث قرآن است. نه خیر، ایشون از برقراری حکومت اسلامی، نمیدونم از شعار علیه ظلم، علیه استبداد، عرض کردیم که این کارها جزء کارهای بسیار ارزشمندی است که آقای خمینی انجام داده. در این باره ایشون، ما نگفتیم که ایشون استغفار باید از این کارها بکنه، خودش اعتراف میکند و استغفار میکند از این که عمری را در جهالت و نادانی گذرانده، یعنی این که دور از قرآن گذرانده، با توجه به پیشینه متاسفانه، پیشینه ای که ارتباط با فلسفه، ارتباط با تصوف گمراه و خرافی داشته، ایشون با توجه به اون پیشینه وقتی خودش را در برابر نور قرآن عاجز میبیند و برخلاف این تصوری که آقای نمیدونم کدومی که از بینندگان میخواست القا بکنه که آقا ایشون در نمیدونم روزی چند مرتبه، ماهی چند مرتبه، ماه رمضان قرآن را ختم میکرد، من فکر نکنم، البته ما حسن ظن داریم نسبت به همه، اما ایشون جزء اون افرادی نیست و علمای حوزه و روحانیت حوزه جزء اون افرادی نیستن که با قرآن این گونه انس داشته باشن که ختم بکنن. اگر اینقدر با قرآن انس داشته باشن که دیگر مشکلات ما این نیست که امروز هست، علت دوری ما از قرآن
خود ایشون علنا واضح میگه که به قرآن خدمت کنید، به قرآن برگردید، به قرآن مأنوس بشوید، مبادا مثل ما پشیمان شوید زمانی که جوانی از دست برمد. این نکته جالبی است که بیننده اشاره کرد که حالا هر انسانی ممکن است بخشی از عمرش غیر مفید بوده باشد. این واقعیت مشخصی است، ما بحث ما از این نیست. ما که نمی‌خوایم بریم پرونده کسی را، زندگی نامه کسی را بریم بررسی بکنیم که آقا این کی نماز می‌خونده، کی نفل می‌خونده، کی نمی‌دونه ختم قرآن می‌گه. این که اعمال هر کسی است که انشاءالله پیش خداوند اجر خواهد گرفت، اگر انجام داده نداده باشه هم به ما مربوط نیست. من وقتی به پایان رسید استاد، مختصر لطفاً عذر می‌خوام. بله، فقط می‌خواستم عرض کنم که صحبت ما، بحث ما درباره موردی است که خود ایشون اعتراف کرده که من درباره قرآن کوتاهی کردم. شما کوتاهی نکنید، واضح و صریح است، هیچ نیازی هم به توجیه ندارد. متشکرم. تماس خب محمد از امارات در مورد اینکه بایستی از آیت الله خمینی حمایت کنیم، ایشون اسلام را به جهان معرفی کرده الی آخره. علیرضا از ایران، هیچ محقق دنبال این کار نمیره که فقط یک مطلب را ارائه بده و مطالب دیگر را نادیده بگیره. ابراهیم از ایران هم فرمودن که امام توصیه کرده مطالب با این وضعیت تماس را به پایان رسوندیم. استاد بفرمایید در پایان برنامه. من از خدمت آقای حسین از نروژ عرض کنم که برادر عزیز، ما نمیخواهیم که جنایت و خیانت هر کسی که باشد بیاریم توجیه کنیم. وقتی جناب استاد هاشمی فرمودند که ایشون هم یکی از تلسم شکنان هست، یعنی در باب اینکه در این مورد خاصی اومده ایشون در مسئله قرآن اظهار نظر کرده و اظهار پشیمانی کرده، واقعا این اقدام شجاعانه است، ما این اقدام را بی‌ستاییم. اما ما کی گفتیم که پرونده دوران حکومت ایشون یا دورانی که ایشون بالاخره تصدی امور در اختیار ایشون بوده در ایران، ایشون هر کاری کرده، نمیدونم کاری که در کردستان شده، جنایتایی که جای دیگه شده، نمیدونم قتل کشتارهایی که سال 67 شده در زندان ها، اگرچه بر علیه کسانی شده که از لحاظ اعتقادی شاید ما باشون مشکل داریم، اما این دلیل بر این نمیشه که ما باید یک جلاد بذاریم، یک قاتل بذاریم که مردم رو گردن بزنه، اعدام بکنه و اسمشو بذاریم اسلام. اسلام چنین چیزی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین کاری نکرده. علی ابن ابی طالب چنین کاری نکرده. ائمه چنین کاری نکردن. ما هرگز این کارها را آقای حسین عزیز نه توجیه میکنیم و نه در صدد توجیهش هستیم و نه ما کاری هستیم که توجیه بکنیم. این ملت است که باید نظر بدهد در این باره و حقوق مردم به طور خصوص حقوق الناس، اینها قابل گذشت نیست. اینها خداوند خودش ببخشد و بالاخره هر کسی باید پرونده اعمالی و کرداری که داره باید خودش جوابگو باشد. بنابراین ما در این زمینه با همه ملت عزیزمون همدرد هستیم. به هیچ کسی نباید، به هیچ شهروندی نباید ظلم بشود، اگرچه مشکل اعتقادی وجود داشته باشد، اگرچه مشکل سیاسی وجود داشته باشد. بالاخره عدالت، وقتی ما میگیم عدالت علوی، عدالت اسلامی، باید واقعا عدالت داشته باشد. و این دلیل اینکه حرف آقای محمد یک اغراق آمیز است که انقلاب جهانی، نمیدونم ایشون انقلاب جهانی بپا کرده و نمیدونم بسیار مبالغ آمیز مطرح کردن، دلیلش همین است که متاسفانه این تصورات و این شعارهایی که بپا شد و این شعارهایی که انجام شد در عمل چنین نبود. در عمل در کشور خود ما متاسفانه ملت ایران و اقوام مختلف، مذاهب مختلف، ادیان مختلف در کشور ما ظلم و ستم فراوانی تحمل کردن و این جای انکار درش وجود ندارد. و آنچه که تبلیغات می شود درباره این انقلاب جهانی، این انقلاب جهانی اسلامی نبوده و انقلاب شیعی بوده که سعی کردن متاسفانه خرافات رافضی را غالب کنند و دلیلش همون قانون اساسی هست که متاسفانه به اصطلاح شیعه بودن رئیس جمهور جزء قانون گذاشته شده و بسیاری از مسائل دیگری که مشخص است. و اما آقای علیرضا هم بحثی که مطرح می‌کردن، آقای ابراهیم در آخر، که بگونه‌ای که گویا ما تراشی بریده باشیم، نمی‌دونم ما مسائل بسیار خاصی را گلچین کرده باشیم و دیگه بحث‌های دیگر ایشون رو ندیده باشیم، این گونه نیست. ما عرض کردیم در یک جلسه کوتاه، در یک برنامه بسیار کوتاه، ما که نمیتونیم همه کارهایشون رو بیاریم ردیف کنیم. کارهای خوبیشون رو همه ملت خبر دارن، ولی به عنوان کسی که باید در برابر کارهای خودش پاسخگو باشد، هر انسانی و مسئولیت هم داشته و به خصوص این که خودش را نماینده
تمام مسلمانان جهان معرفی میکنه، ولی امر مسلمین جهان، کما اینکه نائب ایشون هم خودش رو ولی امر مسلمین جهان معرفی میکنه. بالاخره مسلمانان جهان به چه حقی باید چشم بسته از کسی تقلید کنن و پیروی کنن و ندانن که اعتقاد او چیست، ندانن که فکر او چیست؟ مسلمان ها حق دارن که بدانن. بنابراین طرح این گونه برنامه ها هرگز به قصد اهانت به کسی نیست، هدف یک نقد علمی، یک شناخت علمی هست و در همین حد ما نه اهل لعن هستیم، نه به کسی لعن میکنیم. حتی کلمات و الفاظی که ایشون درباره صحابه و درباره ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها اخبث من الکلاب و الخنازیر، به کلماتی که جناب آیت الله خمینی به کار برد، ما هرگز درباره ایشون به کار نبردیم و به کار نخواهیم برد. ما قائل به اهانت نیستیم، قائل به فحش نیستیم، به بی احترامی نیستیم. حتی ایشون بی احترامی به اهل سنت را واجب میدونه، جزء لوازم مذهب میدونه، جزء فکر میدونه. ما ایشون هم بی احترامی نمیکنیم و بی احترامی رو جزء اعتقادات خودمون نمیدونیم. بی احترامی از نظر ما کار درستی نیست. به هر حال امیدوارم خداوند دلهای همه ما را با نور قرآن منور بگرداند و همه ما توفیق عنایت بکند که بتوانیم واقعا نقد علمی را بپذیریم و هدف رضای خداوند، خوشنودی الله متعال و برقراری عدالت در زمین است. و سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم، خدایا نگهدارتون. استاد عبدالله حیدری، مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو. من در پایان از آن عصر هم از وقت معمول تقریبا گذشته، ولی خب پخش خواهیم کرد برای اون دست از زنی که در تهران تشریف دارن و مسجدی برای مسلمانان اهل سنت در تهران وجود نداره، حداقل صدای از آن رو بشنون، به نحوی تسلیت خاطری باشه برای مسلمانان جهان که در نقطه از دنیا هم پیدا میشه که مسجد ساختن برای مسلمانان اهل سنت جرم و جنایت بره به شمار بره. حال آنکه در همین کشور و در همین پایتخت و در همین شهر به حمد الله خدا را شکر میگیم که هموطنان مسیحی و یهودی و زرتشتی ما از معابد خود بهره میبرن و این پیام اسلام تمامی ادیان گذشته بایستیم ابد داشته باشن که به حمد الله ظاهرا خدا را شکر مشکلی با این ادیان وجود نداره و خوشا به حالشون. کاش حداقل اهل سنت هم به اندازه یا حد نصف این ادیان در تهران بهره داشتن و حداقل یک مسجد اجازه ساخت میدادن، حداقل یک مسجد میساختن در بیرون از شهر تهران هم وجود داشت، باز هم جای شکرش بود. ولی به هر صورت مثل این که ولات امور و مراجع تقلید این رو صلاح نمیدونن که مسلمانان اهل سنت مسجد داشته باشن و در مسجد خود نماز بخونن. به هر صورت تصمیم هایی است که دیگه نمیشه کاری کرد و اون چیزی که گفته شد بایستی اطاعت کرد. من فقط روایتی که استاد عبدالله حیدری اشاره فرمودن در نهج البلاغه 216 خطبه نهج البلاغه، اگر تاخون تحصیل لپتاپ رو ما بدین در این وقت پایانی من این رو نشون میدم، ارائه میدم. متشکرم از فرمان. نهج البلاغه خطبه 216 در پایان خطبه حضرت علی جالب میفرماید و لست فی نفسی بفوق ان اخته، که در میفرماید من از بالاتر از اون نیستم که، ببخشید من این رو در نهج البلاغه خطبه نهج البلاغه خطبه 216 فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخته، من بالاتر از اون نیستم که اشتباه نکنم، یعنی اینکه این اشتباه من مرتکب اشتباه میشم، این که من مرتکب اشتباه ولا آمن ذلك من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی، و من خودم را ایمان نمیدونم مگر اینکه خداوند مرا حفظ کنه. ببینید بزرگان دینی ما و امامان این گونه بودند، به این صورت اعتقاد نداشتند که معصوم هستن و مرتکب اشتباه نمیشوند. بر صورت در این برنامه بحث علمی است، نقد و بررسی متون علمی است، به هیچ عنوان قصد اهانت به هیچ عهدی نداریم و این رو خودتون شاهد هستیم و الحمدلله حکمیت و داوریت با شما عزیزان بیننده است. تا قسمت دیگر از این برنامه خدا یار نگهدارتون، موفق و سربلند باشید. Thank you.